صبح همگی بخیر در ایران و امیدوارم که صبح آدینه خوبی داشته باشید و معذرت میخوام برای تاخیر 3-4 دقیقه. یه خورده سیستم میکروفون کمی ایراد داشت، مجبور شدم که میکروفون رو عوض کنم تا بتونم با صدای بهتر در خدمتتون باشم. لطفا اگر صدا و تصویر رو خوب و واضح دارید به من خبر بدید که مطمئن بشم میکروفون جدیدی که گذاشتم اوکی هست و مشکلی نداره. بسیار خوب، سپاس از همه دوستان، از آقای امیر، هاشم، خانم زینب، آقا سپهر عزیز و دیگر دوستان، آقا مجید عزیز و دیگر دوستان عزیزی که کانفرم کردن. سال نو میلادی همه شما دوستان هم به خیر. امیدوارم که شما هم اگر تعطیلات اونجا داشته بودید تعطیلات خوبی بوده باشه و خوش گذشته باشه. باز هم معذرت میخوام بابت تاخیر 3-4 دقیقه‌ای که انجام شد. این خود میکروفون اذیت کننده بود، امیدوارم که این تاخیر اذیت کننده نبوده باشه برای شما. خب، موضوع این هفته همونطور که در جریان هست روانشناسی ترید و ریسک منیجمنت هست. ببینید، من همونطور که من قبلا عرض کردم خدمتتون و خیلی از دوستان هم در جریان هستن و میدونن، من خودم شخصا اعتقاد دارم که 80% تا 90% ترید روانشناسی و ریسک منیجمنت. یعنی تا وقتی الو اوکی یعنی تا وقتی که روانشناسی صدا بهتر شد یا بدتر شد؟ الان اینطوری صدا بهتره؟ من که خودم یه موقعیت یه چیزی رو عوض کردم. اوکی، ببخشید من بابت صدای دارم میپرسم به خاطر اینکه امروز یه خود این میکروفون ما قبل از اومدن اذیت کرد، من مجبور شدم میکروفون جدید بگیرم. نمیدونم این میکروفون جدید کیفیتش به چه صورته. خیلی همونطور که قبلا عرض کردم، روانشناسی ترید و مدیریت روانشناسی و مدیریت ریسک از نظر من شخصا بیشتر از 90% ترید، یعنی 90% کار روانشناس، 90% 80 تا 90% کار ما روانشناسی و مدیریت ریسک و 10% دیگه میشه دانش و تجربه ما. خب راه‌های ارتباط با ما رو که میدونید، با سمجا رو صفحه هستش، از طریق ایمیل، از طریق اسکایپ، تلفن و یا تلگرام. فقط یه موضوع دوستان عزیز، ظرف 3-4 روز آینده ما، یعنی تا روز دوشنبه هفته آینده، ما می‌خوایم در واقع موضوعات برای وبینار ماهای فوریه، یعنی وبینارهای ماه فوریه، یعنی 4 تا موضوعی که ما در ماه فوریه خواهیم داشت رو می‌خوایم چیز کنیم، پیدا کنیم. من عرض کنم جناب اینا 3 تا وبینار آینده ما در مورد امواج الیوت، شاخص‌های فنی پلتفرم متاترید بخش دوم که ما بخش اول شما قبل گذاشتیم، و اسکالپینگ هست. این 3 تا موضوع آینده ما در ماه ژانویه. از ماه ما الان در واقع تا روز دوشنبه ما باید برای ماه فوریه برنامه‌ریزی کنیم، یعنی موضوعاتی رو که می‌خوایم در ماه فوریه داشته باشیم رو در واقع به این برنامه‌ریزی بکنیم، بذاریم روی وبسایت و کاراش انجام بدیم. اگر پیشنهادی دارید در ظرف 3-4 روز آینده موضوع خاصی از مد نظرتون که تا حالا بیان نشده و یا اگر بیان شده دوست بیشتر در موردش صحبت بشه، واضح‌تر بشه و یا هر چیز دیگری، هر موضوع دیگری، لطفاً برای ما ایمیل کنید. همونطور که می‌دونید در واقع راه‌های ارتباط با ما رو اینجا دارید. می‌تونید مستقیم برای من از طریق webinar.ir@hotforex.com بفرستید، برای خودش در واقع شرکت هاتفارکس بنویسید و یا از طریق اسکایپ بنویسید تا بدونم. خب همونطور که همه میدونید دوستان عزیز، در مورد وبینارها، این مواد آموزشی اطلاعات کلی درباره بازاره و ما هیچ مسئولیتی در قبال اینکه این مواد آموزشی در واقع بر اساس اطلاعات گذشته‌ای که در بازار اتفاق افتاده و هیچ مشاوره خاصی برای اینکه در آینده هم همین اتفاقات در بازار خواهد افتاد یا نه نداریم. این هیچ در واقع مشاوره مخصوص برای خرید یا فروش هیچ نوع نماد و یا سیمبولی در بازار نیست و همه میدونید که سرمایه گذاری در محصولات فورکس و سهام بازار و بورس همیشه یه درصد خاصی از عدم قطعیت و ریسک رو هم داره.
برای دوستانی که دفعه اولی به جمع ما اضافه میشن، در مورد خودم از کنم خدمتتون که بنده اهورا چالکی هستم، 12 سال تجربه رو تلا باید بگیم 13 سال دیگه وارد سال جدید شدیم. 12-13 سال تجربه در واقع تجارت در بازار بورس جهانی و مشاوره مالی رو دارم در بیش از 8 کشور و بنیانگذار و مدیرعامل شرکت مشاوره ترید یا سیگنال پرووایدر زیرو اسپرد هستیم. خب در مورد روانشناسی ترید و مدیریت ریسک امروز یه خلاصه ارز کنم، در واقع خلاصه وبینار. موضوعات ما امروز اینطوریه که ما اول میخوام بپردازیم به اینکه اصلا روانشناسی ترید چی هست، یعنی به موضوع کلی خود این در واقع بررسی کنیم که اصلا این چیه. بعد که ساخت در مورد ساختار ذهنی انسانی صحبت میکنیم، تغییرات احساسات در روند بازار رو بررسی میکنیم، چطوری احساسات خودمون رو کنترل کنیم، اینو در مورد صحبت خواهیم کرد، و مشکلات مشترکی که بیشتر معامله گران دارن، و در مورد نحوه اینکه خودمون رو چطور بهتر بشناسیم و مدیریت ریسک و سرمایه‌مون رو چطوری انجام بدیم، و در نهایت هم بر اساس درخواست چند تا از دوستان که کتاب خواسته بودن یه چند تا کتاب در این مورد معرفی میکنیم و سوال و جواب. ما از هر بخش به بخش دیگه که میریم سوالات مربوط به اون بخش رو اول جواب میدیم و بعد میریم وارد بخش بعدی بخش در واقع موضوع بعدی میشیم، و در انتها سوال جواب انتهایی هم که داریم. پس هر موقع سوالی داشتید بنویسید لطفاً، من بخش به بخش که میخوام بخش رو عوض کنم به سوال ها برمیگردم. ببین اصلا روانشناسی ترید چیه؟ موضوع اولی که میخوام در مورد صحبت کنیم، روانشناسی ترید به جنبه های ذهنی و عاطفی اشاره داره که تصمیم یک معامله گر رو تعیین میکنه و عامل مهمی در تعیین موفقیت یا شکست اون در روند تجارت. ببینید یه سری احساساتی هستن مثل ترس، پشیمانی، هرس، اینا کلید موفقیت تو این کارن. در واقع به شرطی که اینا کنترل کنید، نه اینکه هرس بگیم چیز خوبیه یا ترس چیز خوبیه، یعنی در واقع کنترل احساساتی مثل ترس و پشیمانی اینا و هرس خوردن. البته ببینید هرس و طمع یه میل به درآمد بیشتره، خب که خیلی از مواقع باعث میشه که در واقع ما یه ریسکای بیمورد انجام بدیم. یعنی وقتی هرس و طمع داریم اینطوریه که مثلا ما یکی دو تا در واقع ترید خوب انجام میدیم، یک دو تا موقعیت در واقع فایده میریم در این روز، مثلا دو تا سه تا پوزیشن باز کردیم، دو تا پوزیشن باز کردیم، این دو تا مثبت بود و فکر میکنیم که باید حتما امروز باید پوزیشن های مثبت بیشتری هم داشته باشیم، و برای همین شروع میکنیم به در واقع باز کردن پوزیشن های بیشتر و بیشتر، که این حالا خودش عامل شکست میشه. یعنی این هرس و طمع بیشتر همیشه باعث ضرر، همیشه باعث موفقیت نمیشه، مثل یه تیغ دولبه است. حالا یه زمانی هم هستش که این هرس و طمع تبدیل به لجبازی میشه، که این هم باز دوباره اشتباهه. حالا از یه طرف هم ترس، خب تو زبان انگلیسی ما، من دوستان پارسی اینو خیلی گشتم پیدا نکردم جایگزین فارسیش چی میشه. ما تو ایران چی بهش میگیم؟ به انگلیسی میگیم کسی که ریسک نکنه هیچ وقت هم شامپاین نمیخوره یا هیچ وقت شامپاین نمینوشه. حالا نمیدونم جایگزین فارسی شما، متاسفانه چیز خاطرم نیومد. ببینید تا زمانی که ما کنار میستیم، یعنی کنار استخر وایسیم بگیم که خب شنا خوبه، شنا خوبه، ای ببین این طرف چقدر خوب شنا میکنه، اون طرف چطوری شنا میکنه، دوستی نوشتن نو ریسک نو گین. خب این که انگلیسیه، من میگم ایران چی میگین شما؟ تو ایران هم میگین نو ریسک نو گین؟ ببینید اینه که ما هی کنار بایستیم بگیم ببین اون آقاهه یا اون خانمه چقدر خوب شنا میکنه، ببینین چقدر خوب شنا بلده. تا زمانی که کنار استخر وای میستیم و در مورد شنا کردن دیگران نگاه میکنیم هیچ اتفاقی نمیفته، یعنی هیچ اتفاقی چیز نمی کنه، در واقع هیچ اتفاقی باعث پیشرفت یا پسرفت کار ما نمیشه، چون ما حرکتی انجام نمیدیم که بخوایم چیز بشیم، در واقع اتفاقی داخلی، یعنی ما حرکت فیزیکی انجام نمیدیم که بخواد تعادل مثبت یا منفی تو بدن ما ایجاد کنه. این ترس از ایجاد، در واقع حالا این ترس دو حال، دو وقت ایجاد میشه. وقتی ایجاد میشه که ما یکی دو تا ترید انجام دادیم نتیجهش منفی شده، حالا باعث میشه که ما در تریدهای بعدی دست و دلمون بلرزه برای اینکه یه خریدی انجام بدیم یا ندیم و کنار بازار وای میستیم، که در واقع کنار وای میستیم، شرکتی انجام نمیدیم. یا یه وقتی هم هستش که ما اینقدر ترس برامون میداره که موقعیت ها رو از دست میدیم. اما این ترس میتونه مثبت هم باشه، یعنی یه وقتی از این که خب ما 5 تا ترید مثبت انجام دادیم، حالا ببینیم اگه بریم یه ترید انجام بدیم، یه ترس از این که اگه برم الان روز انجام بدم چیزایی که امروز به دست آوردم میتونم از دست بدم،
این ترس اینجا مثبته، میتونه خوب باشه، اینو داشته باشید گاهی وقتا. یه وقتی هم از پشیمانیه، پشیمونی هم دوست ترسه. این هم دقیق، این دیگه شمشیر. البته ببینید، من در مورد ترس و حرص و لعنت خیلی وقتا میگم که اینا مثل شمشیر دو لبه، اما در مورد پشیمونی میگم نه، این شمشیر دو لبه نیست، این شمشیر 100% فقط یه لبه است که همیشه هم باعث شکست میشه. آقا دوستان عزیز، خانم محترم، آقایون محترم، خیلی‌ها برام میگن که من حیف شد این موقعیت رو از دست دادم. آقا شما تو بازار رو نگاه کنید، ما هر روزه هزار تا اپورتونتی داریم، هزار تا موقعیت خوب داریم برای وارد شدن به بازار. بازار بورس، بازار ارز، اینا همیشه در حال بالا پایین شدنن. یعنی ما هر لحظه میتونیم در واقع یه موقعیت خوب جدید داشته باشیم، یه موقعیت مثبت جدید داشته باشیم. اصلا نیازی نیستش که بخوایم قصه بخوریم یا افسوسی بخوریم نسبت به اون موقعیت قبلی که از دست رفته. پشیمون هیچ موقع پشیمونی رو من نمیتونم در واقع اینجا کنم. پس به جای پشیمون شدن، یعنی به جای اینکه پشیمون بگیم ای کاش من وارد شده بودم، کاش من خرید کرده بودم، کاش اونجا من فروش کرده بودم، بگه خب حالا که این اینجوری شده، پس موقعیت حرکت بعدی چی میشه. یعنی به جای پشیمونی همیشه این چیز پشیمون، در واقع پشیمونی همیشه بذارید کنار و سعی کنید به جای پشیمونی در واقع سعی کنید برید به سمت در واقع پیدا کردن موقعیت بعدی. خب این یه خلاصه ای که حالا قدم به قدم موضوع خیلی زیاده، قدم به قدم در مورد چیزهای خیلی هیجان انگیزتری صحبت میکنیم. حالا بیایم ببینیم که در واقع ساختار ذهنی ما چیه و این چطوری در واقع چه ربطی به کار ما داره. خب حالا تا قبل از که بریم، اگر در مورد بخش قبلی سوالی یا صحبتی چه پول اون طرف ترس خوابیده. بله دوستی آقا هاشم ضرب المثل. کسی اشتباه نمیکنه که کار نمیکنه. دقیقا کسی اشتباه نمیکنه که کار نمیکنه. نو ریسک نو اوکی. دوستم که خب دوست فرمودن که برای ژورنال نویسی وبینار بذارید. چشم، من اینو می نویسم اینجا تو پیشنهادم. خب ساختار ذهنی انسان چطوری کار میکنه؟ ببینید ما ذهنمون در حالت کلی، حالا من چون بخش پزشکی نمیخوام برم، یعنی اگر دوستانی داریم که دکتر هستن لطفا موضوع پزشکی اینجا در واقع، ما موضوع علمی پزشکی نمیخوام در واقع در مورد صحبت کنیم که میگن آی بابا این چرا در واقع این اشتباه گفتی یا درست گفتی. من در مورد موضوع پزشکی صحبت نمی کنم. چیزی که میخوام عرض کنم یه موضوع کلیت، برای که چیزی که مربوط به کار ماست. ذهن ما این سه تا بخش مختلف در حالت کلی داره که این سه تا بخش مختلف میتونه در واقع به این صورت باشه که یه بخشی که مربوط به نئوکورتکس، که مربوط به افکاری که ما داریم، پیدا کردن معنی ها و مفهوم هاست، در مورد تخیلات و در واقع اون تخیلاتی که ما میتونیم تو ذهنمون داشته باشیم، و روابط اجتماعی ما و احساسات، فهمیدن احساسات کار میکنه. یه بخش هم در بخش دوم هم چیزهای بسیار ساده و سیمپل شده رو در واقع تجزیه و تحلیل میکنه، مثل احساسات خیلی ساده، روابط ساده. و یه بخش آخر هم داریم که اینا در واقع موضوعی یه خورده عمیق‌تر رو میاد روش بررسی میکنه، چیزایی که هی یاداوری میخواد بر ما در واقع چیزایی رو که هی در واقع، یعنی اتفاقایی که افتاده رو هی به خاطر ما بیاره. اینا با هم دیگه یه در واقع حالتی رو تو ذهن ما ایجاد میکنه. ما باید بدونیم که خب ما بتونیم، یعنی ما وقتی ذهنمون رو میشناسیم بهتر میتونیم روش کنترل داشته باشیم. میگیم که خب حالا من ذهن من این قابلیت ها رو داره، من بیام کدوم قابلیت هاشو بیشتر یا کمتر کنم. ببینید ما وقتی سودی به دست میاریم، آدرنال در واقع میگم آدرنال بخشه، سودی به دست میاریم، اون احساس آرامش درون ما ایجاد میشه، اون آرامشی که به ذهن ما در حالت کلی به همه بخشا یه آرامشی میده و به قلب و به ذهن ما که بتونه درست‌تر آرام‌تر فکر کنه. وقتی آرامش داشته باشی معامله بهتر انجام میدیم، اما مشکل دقیقا اینجا شروع میشه. یعنی مشکل اون معامله درست انجام دادنی نیست، اینجاست که در واقع ما تا اینجا خوبه، تا اینجا هیچ مشکلی نیست، یعنی تا اینجا رو
بیشتر از 80 90 بیشتر از 80 درصد دوستان تا اینجا رو درست میرن. خب یعنی تا اینجا همه درست میرن، هیچ مشکلی نداره. در واقع مشکل از اینجا به بعد شروع میشه، اینجاست که میگیم مهمه. ببینید همه دوستان، همه معامله گران خوب پول در میارن، پول در آوردن خوب مشکلی نیست. مشکلی در واقع اصلی دوستان اینه که خیلی بد از دست میدن. ببینید همه ما ترید های خیلی خوبی داریم. ما وقتی تریداتون اگر برید در واقع هیستوری تریداتون رو نگاه کنید، اونجا میبینید که شما تعداد دفعاتی که برنده شدید، یعنی تعداد دفعاتی که پوزیشناتون رو با فایده بستید بیشتره، و تعداد دفعات که پوزیشناتون رو با ضرر بستید کمتره. اما مشکل چیه؟ مشکل اینه که اون ضرری که بستید یه دونش احتمال داره به اندازه 10 تا فایده شما بوده باشه. اون از کجا ایجاد میشه؟ اون دقیقا از مرحله بعدی ایجاد میشه. یعنی ما سود داریم، سود به ما آرامش میده، آرامشی که داریم باعث معامله بهتر میشه. اما از اینجا بعد ما دو گروه داریم. 80 درصد دوستان این راهو میرن، یعنی راه اشتباه که بهش میگن عدم کنترل رو میرن. فقط 20 درصد افراد این راه رو میرن. تفاوت چیه؟ ببینید کنترل درست یا آرامش، مال بحثی که مثلا 20 درصدی که کار درست انجام میدن، وقتی آرامش دارن کنترلشون رو از دست نمیدن. یعنی اون آدرنالینی که دیگه حالا از خوشحالی و از شادی، اون احساساتی که ایجاد میشه براشون، رو اونو میان کنترل میکنن، آرامششون از دست نمیدن و میان تو آرامش فکر میکنن که اصلا پوزیشن دیگری باز بکنن یا باز نکنن. یعنی اگر تصمیمی هم میگیرن حتی برای اینکه ادامه بدن تریدشون رو، در آرامش و بر اساس منطق هست دیگه، دور از احساساته. اون موقع است که دوباره آرامش میاد و آرامش باعث ترید موفق میشه. اینو 20 درصد دوستان هستن. اما 80 درصد، یعنی تجربه ما ثابت کرده که 80 درصد افراد اینجا، ببخشید 80 درصد افراد این راه دوم رو انتخاب میکنن، یعنی مسیر اینجا رو میرن. این مسیر چیه؟ این مسیر عدم کنترل، یعنی دیگه بعد از اون چیز کار نمیکنه. بعد از اون چی میگم بهش، بعد از اون موقع تصویر ذهنیش، موقعیت ذهنیش دیگه کار نمیکنه. وقتی که موقعیت کار، وقتی که کار نمیکنه چه اتفاقی میفته؟ دیگه بعد کنترلش از دست میده. وقتی کنترل از دست میده دیگه تصمیم درست نمیتونه بگیره، حتی بعد احتمال داره اوور ترید کنه. یعنی اومده 4 تا 5 تا ترید خوب انجام داده، یه موفقیتی رو به دست آورده، بعد اون موفقیتی رو که به دست آورده چون نمیتونه احساساتش رو کنترل کنه، هی میگه خیر خب پس امروز روز خوب منه، پس دوباره یه تصمیم دیگه میگیره، در صورتی که برای اون تصمیمش دیگه این دفعه اومده احساسی فکر کرده. یعنی اون آرامشش رو دیگه از دست میده و اون عدم کنترلی که در واقع اون عدم یعنی اتفاق عدم کنترلی که آرامش رو نداره، باعث میشه این اوور ترید بشه، بیشتر از حد ترید کنه و این بیشتر از حد ترید کردن باعث ضرر میشه. وقتی ضرر ایجاد میشه میشه دلسردی. دلسردی وقتی ایجاد میشه تردید ایجاد میشه. اونجا من باید مینوشتم تردید، نوشتم تریدی، ببخشید. یعنی اینجا ضرر و ضرر باعث دلسردی و تردید میشه. تردید میشه شک. شک دشمن هر چیزیه. شک میتونه همه چیز انسان رو از بین ببره. شک تو همه چیز، شک در روابط، حتی مثلا شما به عنوان دوست پسر یا دوست دخترتون، یا به عنوان پارتنر، یا به عنوان همسر، برای چه میدونم اینا، این دو دل، بله دو دلی و شکی که ایجاد میشه باعث میشه همه چیز از بین بره. باعث میشه ایجاد در واقع، حالا تو بازار چه چیزی رو از شما میگیره؟ در بازار این دو دلی یا این شک از شما اعتماد به نفستون رو میگیره. و اینجاست و دلیل اینکه 80 درصد افرادی که در بازارهای مالی در واقع ضرر میکنن اینه که در واقع چه اتفاقی میفته؟ اینه که وقتی که 80 درصد مواقع، 80 درصد دوستانی که در واقع ضرر میکنن، دلیلشون اینه که اعتماد به نفسشون رو دیگه از دست دادن. شما وقتی که اعتماد به نفستون رو از دست بدید، همه چیزتون رو در بازار مالی از دست میدید، دیگه نمیتونید تصمیم درست بگیرید. پس ببینید دوستان، هم شما برای اینکه حتی اصلا وارد اینجا نشید، اینجا رو باید کنترل کنید. پس خیلی بحث مهمیه. ببینید ظاهر خیلی ساده ای داره، برای دوستانی که
دفعه اولی دارن تو وبینار شرکت میکنن، یا دوستانی که حتی من معذرت میخوام بگم دوستانی که خودشون رو با تجربه میدونن. ببینید دوستان، این در ظاهر این چیزی که اینجا نوشتم، یعنی این چارتی که اینجا کشیده شده، در ظاهر یک چارت بسیار بسیار ساده و شاید بتون در ظاهر بگیم چقدر احمقانه است، اما اگر میخواهید موفق بشید این چارت رو شما کنترل کنید، 80% راه موفقیت رو رفتید. 80% موفقیت شما در بازار، موفقیت همه ما، اینو بعد از 12 سال تجربه دارم عرض میکنم خدمتون و شرکت در کلاس‌های تخصصی خیلی زیاد. ببینید دوستان، این فرمول ساده است. شما سود دارین، آرامش به شما میده، آرامش دارید، بهتر میتونید معامله کنید. بعد از این تفاوت در واقع تریدر موفق و تریدر در واقع غیر موفق از اینجا شروع میشه. اونی که موفقه میره اینجا، در واقع میره تو مسیری که کنترل میکنه احساساتش رو، آرامش به دست میاره و آرامش که داره ترید موفق انجام میده. اونی که کنترل نمیکنه میره اوور ترید میکنه، ضرر میکنه، ضرر باعث دلسردی و تردید میشه، دو دلی میشه و اون دو دلی هم دیگه بعد از اون هیچ موفقیتی رو نمیتونه انجام بده. خب ما الان داریم الان آسیب شناسی میکنیم. خب من اول میخوام آسیب شناسی بکنم، بعد که رفتیم، بعد که از آسیب شناسی رفتیم مرحله بعدی ما در مورد اصلا این آسیب ها رو، خب حالا اینا رو چطوری رفع کنیم، هم برای اینا راه حل داریم. ببینید این یه مسیریه که یه افرادی که دو دل هستن، حالا اون دو این که میگیم دو دلی باعث شکست میشه، چطوری باعث شکست میشه؟ ببینید دو دلی اینطوری هم میتونه باعث شکست بشه. شما این مسیر رو بگیرید، یه مسیر در واقع تغییر احساسات شما تو روند بازار. قیمت اینجاست، این فرض کنیم که قیمت در حال بالا رفتنه و پایین و بالا رفتن، و یه دوستی میاد اینجا وارد بازار میشه، خرید میکنه تو این لیول، درسته؟ در این میاد در این لیول خرید میکنه، یه خونه میره بالاتر، خوشحال میشه، میگه ای با چه خوب شد الان دیگه رفتم تو فایده، میره بالاتر با خوشحال میشه. اینجا میاد میگه که خب بیا حالا که داره بازار رونده رو به بالا داره، من خریدم رو دو برابر کنم. اینجا میاد به خریدش اضافه میکنه. بعد میگه که این در واقع توی مراحل اینا رونده تغییرات احساساتش عرض میکنم. اینجا میگه چه خوب شد که من کار کردم. بعد بعد یه دفعه میگه که مسیر داره میاد پایین. خب نو میگم حالا طبیعی دیگه، حالا میاد یه خورده میاد پایین تر، یه خورده دیگه میاد پایین تر. اینجا که میرسه میگه الان خب الان موقعیت خوبی شد، من برای اینکه اصلا میام چیکار کنم تو این مسیری که داره میاد پایین. یه دفعه میگه خب حالا من موقعیتی رو که از دست داده بودم برای خرید اینجا چیکار میکنم، من میتونم بیام چیکار کنم، میتونم بیام خریدمو دو برابر کنم. میاد خریدش رو دو برابر میکنه، یعنی باز بیشتر میکنه. اینجا میاد باز دوباره بیشتر میکنه، یه خورده میاد پایینتر، میگه که من 100% اطمینان دارم که بازار دیگه از این پایینتر نمیره، پس من بیام یه خرید دیگه اینجا انجام بدم، دوباره اینجا خرید میکنه. بعد که هم کم میاد پایین تر میگه ای بازار نه، این شوخی نمیکنه، داره میره پایین، ای رفت پایین تر، رفت پایین تر. اینجا که میرسه، خب اینجا که میرسه دیگه همه پوزیشنایی که خریده رو میبنده با کلی ضرر. بعد بازار که اینجا میرسه میگه خوب شد بستم، و یعنی الان داشت بیشتر پایین میرفت، یه دفعه بازار شروع میکنه به بالا اومدن، دوباره میاد پایین تر، دوباره میگه نه من تصمیم درستی گرفته بودم. ولی وقتی بازار شروع میکنه بالاتر میره، میگه ای بابا دیدی منتظر نشدم، دیدی منتظر نشدم، دیدی چقدر ضرر کردم، دیدی بیچاره شدم، آی آی آی. و همینطور ببینید این میشه روند احساسات یک فردی که دیگه اعتماد به نفسش رو از دست داده. این مال فردی که روند اعتماد به نفسش هست. یعنی شما اگر این احساس رو دارید تو بازار، اگر شما این مسیر رو فکر میکنید تو ذهنتون، حتی اگر پوزیشنتون رو نبستید ولی این مسیر ذهنی میاد تو ذهنتون، اعتماد به نفستون رو از دست دادید. شما نیاز دارید خودتون رو علاوه روانی و احساسی ریکاور کنید و بعد دوباره وارد بازار بشید. یعنی تا وقتی که ریکاور نکردید خودتون رو، وارد بازار دوباره خرید و فروش انجام ندید. خب حالا ما در مورد مشکلات صحبت کردیم، یعنی تا اینجا اومدیم معرفی کردیم به شما مشکلات عدیده چیه، یعنی چی هستن که در واقع چه چیزایی هستن که شما رو میتون در واقع به عنوان مشکلای شما هستن تو بازار. حالا میخوام ببینیم که خب این مشکلات رو شناختیم، یعنی مشکلات اصلی بیشتر رو شناختیم، ولی
مهم حالا یه چیزه، اینه که چطوری مشکلاتی رو که شناختیم رو بیایم چکار کنیم، چطوری مشکلاتی که شناختیم رو بیایم برطرف کنیم. حالا راه های برطرف کردن مشکلات، ما اینجا میگیم که راه های کنترل احساسات میتونه در واقع مدیریت ریسک، مدیریت ریسک و مدیریت پول باشه، میتونه هدف گذاری های دقیق و مشخص باشه، میتونه یادداشت برداری باشه و ثبت رفتارهای معاملاتی و آنالیز رفتارها و امتحان کردن با حساب های مجازی. خب حالا من قبل از که برم یکی یکی در مورد اون رو صحبت کنم، اجازه بدید من برای سوالایی که داشتید رو جواب بدم. آقای امیر قاسمی فرمودن که دوستی داشتن که موفق بوده در بازار، بهشون میگفته که آخر هفته یا هر ماه تمام سودی که به دست آوردی رو باید از بازار خارج کنی. شما همین با این نظریه موافقید؟ شاید این کار باعث بشه که فرد خودش رو بتونه راحت کنترل کنه. ببینید ما یه دستورالعملی رو من یه دستورالعملی خودم شخصا دارم که ما معمولا حتی مثلا تو شرکت خودمون ما به مشتریامون اینو میگیم در واقع به عنوان یه پیشنهاد، چون ما شرکت مشاوره هستیم، ولی که ما فقط مشاورمون رو میدیم، دوستانی که انجام میدن یا انجام نمیدن بستگی به خودشون داره. ببخشید، پیشنهاد ما چیه؟ میگه ببینید مثال فرض میکنیم که شما میگین با 1000 دلار شروع میکنید. خب این که شما میگین اینجوری که آخر هفته یا آخر هر ماه سودی که به دست میاری به دست از سود از حسابت خارج کنید چیه؟ حالا شما چون اینجا همه در مورد مشتری هات فارکس هستین دیگه، هات فارکس یه گزینه مای والت داره، یه تریدینگ اکانت داره، درسته؟ اون که میگم چون یه سری شرکت هایی نداره، مثلا اف ایکس پرو مثلا مای والت نداره، اون پول یه جور دیگه میره. حالا شرکت شما مثلا در واقع شرکتی که شما باش کار میکنین یه مای والت داره، یه دونه تریدینگ اکانت داره، حالا یه دونه میتونی چند تا تریدینگ اکانت داشته باشی، یعنی جایی که پولای شما هستن. ما پیشنهادمون معمولا به مشتریامون این پیشنهاد میدیم، میگیم شما میتونید در واقع چیکار کنین، 1000 دلار شما از مای والتتون خارج میکنین میارید میذارید تو تریدینگ اکانتتون. حالا شما با این 1000 دلار میاد ترید میکنید، امروز شروع کردید مثلا، آخر روز شما 100 دلار، 50 دلار، 20 دلار، 200 دلار، هر چقدری که هست x دلار فایده دارید، حساب شما میشه مثلا 1036 دلار. اون 36 دلار رو آخر، یعنی هر موقع تریداتون رو بستین فرق نمیکنه، آخر روز یا وسط روز. خب یعنی شما اومدید در واقع چیکار کردید؟ یه تریدی انجام دادید، یکی دو تا هر تریدی انجام. شما الان در واقع اومدید خرید فروش انجام دادید، خرید فروشتون رو بستید، یعنی الان پوزیشن باز ندارید، الان پوزیشن بست، پوزیشن های بازی وجود نداره، همه پوزیشناتون بسته است. وقتی پوزیشناتون بسته هست، خب وقتی پوزیشناتون بسته هست بیاید چیکار کنید؟ از بازار خارج شید. از بازار خارج شدید، پوزیشناتون بسته است. خب هر چقدر که سود کردید از مای تریدینگ اکانتتون خارج کنید، بریزید به تو مای والتون. یعنی شما 1000 دلار شد، 1000 دلارتون شده 1036 دلار، اون 36 دلار رو ترانسفر کنید به مای والتتون. دوباره الان شما چقدر دارید؟ 1000 دلار. خب دوباره باز ترید میکنید، از 1000 دلار وقتی پوزیشناتون رو بستید، از 1000 دلار هر چقدر بیشتر، یعنی 1 دلار، 1 دلار، 2 دلار، حتی فرقی نمیکنه این مبلغ چقدره، شما میتونید این مبلغ میتونه 1000 دلار دیگه باشه، میتونه 2 دلار باشه، میتونه 1 دلار باشه، حتی میتونه چند سنت باشه. ببین وقتی قانونه اون قانون میشه قانون، حتی سنتاش رو رعایت کن. یعنی شما تو تریدینگ اکانتتون قبل از باز شدن هر پوزیشن جدید بیشتر از 1000 دلار دیگه نگه ندارید. حالا اگر ضرر کردید چی؟ یعنی شما به جای اینکه مثلا این در واقع پوزیشن رو باز کردید، شما به جای اینکه 36 دلار فایده کنید، در واقع سود کنید که بشه 1036 دلار، که 36 دلار رو خارج کنید، اومدید 20 دلار ضرر کردید، 30 دلار ضرر کردید. حالا ضرر کردید چی کار کنید؟ هیچ. آیا اجازه دارید از اون پولی که ذخیره کردید برگردونید؟ خیر. مثلا شما 1000 دلارتون شده 980 دلار، با اون 980 دلار باید ترید کنید برسونید به 1000 دلار و بعد اون 1000 دلار رو ترید کنید بکنید بیشتر. حالا این روشی که ما معمولا به مشتریامون تو شرکت میگیم، اگه دوست داشته باشه، هم پیشنهادی که من همیشه به کارمندا میگم حالا شما مشتری ازتون میپرسن اینو بهشون بگید، این روش رو میتونید شما استفاده کنید. این روش روش خیلی خوبیه، ما معمولا ازش جواب میگیریم و این باعث میشه که حتی اگه مثلا ببینید ترید همیشه در روزهای درآمد شما نیستید، همیشه برای شما سودآور نیستش، یه سری دوره‌ها دوره‌های ضرر داریم،
ما الان مثلا خیلی صادقانه بخوام عرض کنم، ما تو این 2 هفته اخیر تو شرکتمون روزهای خوبی نداشتیم. من میشینم با بچه های تیممون صحبت میکنم، با بچه آنالیزمون نشستم صحبت کردم و میایم خب بررسی میکنیم، این یه واقعیته. خب اینا ببینید، اینا رو ما باید آدم اینا رو باید کنترل کنه و راه های کنترلش رو باید پیدا کنه. حالا اون روشی که ما میگیم اگر مثلا یک نفر با همین سیستم شما اومدید کار کرده بودید، خب با اون پولایی که ذخیره کرده بودید الان میتونستید در واقع چیکار کنید؟ اون اگر هم کسی در واقع چیزی رو از دست بدید امروز، مطمئنید که دارین از فایده ضرر میکنید، دیگه شما سرمایه رو از دست ندادید. پس کاری که شما میتونید انجام بدید چیه؟ یعنی آخر تریدی که رو میبندید، فرقی نمیکنه ترید چقدر باشه، هر تریدی که بسته میشه، هر چقدر بیشتر از سرمایه‌تون در حسابتون پول هست، لطفاً اون رو از حساب تریدینگ اکانتتون به مای والت انتقال بدید. اگر کمتر شد برعکسش انجام برعکسش دیگه انجام ندید. خب حالا بریم. آقای امیر فرمودن که متاسفانه اصلا ساده نیست کنترل احساسات، راههایی رو به ما بگید که بتون از کردم این راههای کنترل احساسات رو اینجا نوشتم، راههای دقیقا اینجا نوشتم، راههای کنترل احساسات. الان یکی یکی در مورد اونا صحبت میکنیم. آقای امیر عزیز، چقدر ما دوستان اسم امیر دارن زیاد داریم، جالبه برام. خانم زینب فهمیدن سلات، بله سلات، این دیگه بیشتر از حد نباد. جلوی ضرر رو هر جا بگیری منفعت بستگی داره. عرض میکنم اونم اینکه چطوری جلوی ضرر رو هر جا بگیریم بس ضرر فایده داره، بستگی داره که کجا این کار انجام بدیم و به چه صورتی. کاظم یزد، آقای کاظم فرمودن که من هم از همین روش استفاده میکنم. بله روش خیلی خوبیه و خوشحالم ببینم که دوستان دیگه هم از این روش استفاده میکنن. آقای رضا فرمودن که همیشه حسابا روش میدم، در نهایت بعد از رشد بالا کاهش میکنم تا چند تا ترید صفر میشم، بهترین راه کنترلش چیه؟ من همیشه دچار اوور ترید میشم. آقای رضای عزیز، عرض کردم خدمتتون اون راهی رو که الان عرض کردم خدمتتون، یعنی شما آخر هر چی شما ببینید، من این مشکل شما این که شما حساباتون رو روش میدید بعد یه دفعه صفر میشید، این مشکل بیشتر از 80% 80% تره. یعنی شما فکر نکنید که این مشکل مخصوص شماست. شما با خیلی ببینید این است که نکته راست کنم خدمتتون، ما با خیلی از در واقع مشتریامون وقتی صحبت میکنیم اکثر شما میگن که آقا ما اصلا بلدیم، بعد میگن خب بلدی خب چون وضعیت چیه؟ چرا مشکلت اینه که حسابت صفر میشه؟ میگه من بعضی وقتا یه سری اشتباه انجام میدم، ولی در کل اگه بیای نگاه کنی اینو که ببین مثلا من ماه گذشته اگر فقط این مثلا این یکی دوتا ترید رو بذاریم کنار، من 20,000 دلار فایده بودم. ببین تو این دوتا یه خورده من ضرر کردم، اون دوتا ضرر میبینی چقدره؟ 40,000 تاست. ببینید این مشکل همیشه مشکل 80% تریدر است. یعنی اگه شما میتونید خوب پول در بیارید، فکر نکنید که شما نابغه اید، فکر نکنید که شما حرفه‌ای شدید. من همیشه یک جمله ای رو از فیلم گرگ وال استریت، اگر اشتباه نکنم دیگه، از گرگ وال استریت همیشه میگن، بلفورد میگفتش که من از شما نمیخوام که منو بر اساس فایده های من قضاوت کنید، منو بر اساس باخت هام قضاوت کنید. ببینید دوستان، بر اساس فایده یا بر اساس باخت قضاوت کردن یعنی چی؟ این جمله خیلی چیزیه، جمله خیلی مهمیه که میگه منو بر اساس فایده هام قضاوت نکنید، بر اساس ضرر هام منو قضاوت کنید. این دقیقاً همینه. یه میخواد به شما بگه که در واقع ببینید که همه فایده کردن رو همه بلدن، اما ضرر نکردن خیلی سخته. آقای رضا، این اوور ترید نکردن چطوری این کارو انجام بدیم الان عرض می‌کنم خدمتتون. من خواستم بگم که شما تنها نیستید اینجا، تقریبا همه همین مشکل رو دارن. آقای محمد فرمودن که محمد خاطرو فرمودن که از فایده چیه؟ از سود ضرر میکنید. فرق فایده و سود رو من نمیدونم، اگر منظورتون تفاوتی بین فایده و سود هست لطفا من متوجه نشدم منظورتون چیه. از سود ضرر میکنیم، فایده چیه؟ از سود ضرر میکنیم، از فایده چیه؟ متوجه نشدم آقای محمد، اگر واضح‌تر بنویسید ممنون میشم. دوستان من قبلا هم عرض کردم خدمتتون، لطفا سوالاتی که دارین یا موضوعاتی که دارین یه خود کاملتر و واضحتر بنویسید که من بتونم حداقل وقت دارم میخوام بتونم متوجه بشم که منظورتون چیه. من اینجا خیلی خلاصه شو دارم، در واقع خیلی خلاصه شده برای من مینویسید، من خیلی وقتا
واقعا سخت متوجه شدنش. دوستی آقای حسین پرسن که از کجا فهمیم که مسلط هستیم به احساساتمون، یعنی تو کنترل هستیم یا نه؟ مرحله سوم که گفتید اون فرمول داره، الان میخوایم بریم در مورد همون فرمول صحبت کنیم. حسین آقای عزیز تو تحلیل مشکلی ندارم، میگم دوستی بندن که تو تحلیل مشکلی ندارم، صرفا اوور مانی منیجمنت نمیتونم رعایت کنم. هر وقت میان میگم رعایت میکنم ولی تهش باز کال میشم. خب برای بانک شما باید قوانین رو رعایت کنید، اگر یه سری قانون برای خودتون باید بذارید. آقا رضا الان قوانین رو عرض کنم خدمتتون، قوانین رو پیگیری کنید فالو کنید دنج درست میشه. اما این کارو کردم که گفت خب شما بعد آقا رضا فهمیدن که من این روشی که گفتیم انجام دادن، فایده رو برگردوندن، بعدش در واقع فایده رو دوباره برگردوندن به حسابشون و صفر شدن. پول سود معامله قبلی تهیه میکنیم با خیلی راحتتر و بیپروا شروع به معامله جدید میکنیم وقتی با فایده زفت. خب آها ببینید این یه چیزی رو من نمیتونم متوجه بشم، این که وقتی که این مشکل امیر آقا، این مشکل تنها شما نیست، خیلی میگن که وقتی من با پولی که فایده کردم میام ترید میکنم دیگه اون انگیزه قبلی رو که مطمئن باشم در موقع سخت بگیرم رو ندارم و بعد دوباره میام اینو خیلی راحت تر میگیرم و ساده میگیرم، شل میگیرم و اینو راحت از دست میدیم. آقا وقتی که من به پول خودم احترام نذارم هیچ کس به پول من احترام نمیذاره. من یادم اون قدیما ایران که بود، در واقع ایران ما ورق یه بازی میکردیم، حکم بازی میکردیم، یه ضرب المثلی در واقع این دوستانی که همون سنشون بالاتر بود و یا حرفه‌ای تر بودن همیشه ما میگفتن که اگه به برگت یعنی به اون حکمی که برات میاد احترام نذاری دیگه هیچ موقع حکم برات نمیاد، یعنی از این حکمی که داری درست استفاده نکنی دیگه برگ حکم دستت نمیاد. ببینید اینجا هم همینه، خیلی ساده بگم، شما وقتی که به پول خودت احترام نذاری، بازار به پول شما احترام نمیذاره. فرق نمیکنه شما پولی که فایده کردید با پولی که فایده کردید یا یا پولی که خودتون سرمایه گذاری کردید چه فرقی میکنه، بهش احترام بذارید، با همون حساسیت بهش نگاه کنید. دوستی پرسیدن که اوورترید یعنی چی؟ اوورترید یعنی بیشتر از حد ترید کردن. من معذرت میخوام اگر کلمه پارسش استفاده نکردم دوستان، دوست عزیز. اوورترید یا اوورترید کردن یعنی بیشتر از حد. مثلا اگر شما مثلا یه برنامه میذارید که امروز 5 تا ترید داشته باشید، بعد یه دفعه مثلا 4 تای اول از اون 5 تا 5 تاشون 5 تاتون هم براتون فایده میشه، میرید تو سود، خوشحال میشید، بعد میگید خب دیگه حالا قانونتون رو میشکنید، میرید رو 6 ام 7 ام 8 ام 9 ام 10 ام تا در تریدهای بعد اون از دست میدید، بهش میگن اوور ترید کردن. این کاریه که خیلی از در واقع خیلی مشکل، مثلا خیلی از دوستان که میرن تو کازینو بازی میکنن هم دارن، یعنی رولت بازی میکنن، دفعه اول عدده به دست عدده خوب براشون میاد، 5000 دلار فایده میکنن، بعد فکر میکنن همیشه دیگه اون عدده میره همونجا میشینه، یه دور دیگه بازی میکنن، این دفعه 10 تا رو میبندن و بعد همه رو از دست میدن. آقای محمد فهمیدن که به جای فایده بگید سود لطفاً، درستش اینه. تو ایران بگی فایده میخندن ملت. تو ایران به فرقی هست بین سود و فایده؟ یعنی اگه تو ایران به کسی بگی من فایده کردم ملت به شما میخندن؟ چیز اولین باره میشنم و من معذرت میخوام، در حال 15 سال خارجه، 15 در واقع الان داره میشه 16 سال، 15-16 سال از ایران خارجیم، ولی تو اونجا که من میدونم فایده و سود یک کلمه است و هر دوتاش هم ریشه عربی داره. حالا اینکه چرا مردم میخندن به این رو نمیدونم. در حال مرسی برای یادآوری. دوستمون آقای رضا فرنسانی با سلام، بنده یکی از راهکارهای کنترل احساسات رو با پایین نگه داشتن لوریج در واقع به خودم تحمیل میکنم. مشکلی که فعلا با هات فارکس دارم اینه که لوریج 1:10 نداره. میشه لطف کنید این موضوع رو منعکس کنید؟ آقای علیرضا عزیز، اول اینکه که بنده با شرکت هات فارکس چه ارتباطی ندارم، یعنی این تریدینگ هایی که در واقع چیزایی که میذاریم در وبینارهایی که میذاریم صرفا وبینارهایی هستش که بر اساس درخواست شرکت هات فارکس است، شرکت ما برگزار میکنه. شرکت ما کاملا شرکت جداست و هیچ ارتباطی به شرکت هات فارکس نداره. شما در مورد لوریج ها و این مسائل موضوعی دارید با در واقع بخواید که با شرکت هات فارکس ارتباط بگیرید، لطفا با خود شرکت هات فارکس بگید، ممنون میشم. مرسی. از کردم ما این شرکت کاملا مستقل هستیم، صرفا بر اساس قراردادی که با شرکت هات فارکس داریم داریم کارمون در واقع این وبینارها رو براشون برگزار میکنیم.
به این شکل استفاده نمیشه در ادبیات. آقای محمد عزیزی، خود به ادبیات بیایم، از ادبیات بیایم بیرون. شما چرا به کلمات لطفا زیاد گیر ندید، از لحاظ گفتاری و ادبی صحیح نیست که بگیم فایده. چشم، من معذرت میخوام اگر شما رو ناراحت کردم. من حالا تا جایی که خبر دارم فرق تفاوت خاصی بین فایده و سود و فایده و چه میدونم درآمد و اینا نیست، ولی بازم اگر شما رو اذیت کردین کلمه فایده، از شما معذرت میخوام. خب شما دیسیپلین، شما از دیسیپلین اسکور استفاده میکنید، چگونه رفتار معاملاتی رو آنالیز میکنه؟ رفتار معاملاتی رو آنالیز کردن دقیقا امتحان این، ببینید دوستان، اینجا که یادداشت برداری و ثبت رفتارهای معاملاتی و بعد آنالیز رفتارها، اینجا الان عرض میکنم چطور این کار انجام بدید. آقای کاظم عزیز، دوستی پرسیدن که همیشه در حساب رو 300 الا 400 روش میدم، اما خب بعدش دوباره تکرار مکررات میشه. خب شما 300 آیه رضای عزیز، عرض کردم خدمتتون قوانین الان یه مرور میکنیم بعد میایم درش. آقای علیرضا پست پرسیدن که وقتی میبازم حالم خیلی بد میشه چیکار کنم؟ این همون این اتفاقی که برای 80% میفته دیگه. عرض کردم که وقتی کسی ضرر میکنه بعد میره تون حالت در واقع میره تون حالت در واقع منفی ایموشنالی، در واقع بعد اون باعث حالت منفی ایموشنالی هم باعث میشه که شما کنترلتون رو از دست بدید، یعنی اون اعتماد به نفسی رو که دارید از دست بدید، و اون عدم اعتماد به نفس در واقع باعث میشه شما ضرر کنید. در مورد چلا صحبت میکنید، بهترین راه این که استایا جا به جا نکنیم. آقای رضا، من اینو متوجه نشدم، بهترین راه این که استایا جا به جا نکنیم چیه؟ آقا رضا، فکر میکنم شما دفعه اول شرکت میکنید تو وبینار، من یه خواهشی دارم. من قبلا دوستانی که شرکت کردن از کردم خدمتتون، سوال یا موضوعی دارید همه رو بنویسید بعد سند کنید. خب چرا؟ چون وقتی شما می نویسید یه جمله می نویسید سند میکنید، جمله بعدی می نویسید سند میکنید، وسط جملات شما چیز میشه، وسط جملات شما این سوالاتتون وسط جملات شما یه جمله می نویسید سند میکنید، بعد دوست دیگه ای سوال می نویسه سند میکنه، سوالای شما قاطی پاتی میشه. لطفا سوالتون رو در یک باکس بنویسید، اگر سوال دوباره دارید اونو سند کنید و بعد سوال بعدی در باکس جدا بنویسید. یک سوالتون رو در چند تا باکس نفرستید، خواهشم. اینطوری من واقعا الان قاطی میکنم، بعضی وقت الان آقا رضا اصلا سوالای شما رفته وسط چند تا، من باید در واقع بیام یکی یکی در واقع این جملتون رو به اون یکی جمله پیدا کنم رفت بدم تا سوالتون رو متوجه بشم. آقای محمد عزیز، من معذرت میخوام، عرض کردم با پولی که فایده کردید نه با سودی که به دست آوردید. چشم، من معذرت میخوام دوست عزیز، من معذرت میخوام اشتباه کردم. آقا شما عرض کردید یه بار فرمودید چشم، دیگه لازم نیست این موضوع کلمه فایده و سود رو 300 بار برای من بنویسید. چشم آقای عزیز، آقای محمد عزیز، من معذرت میخوام، من اشتباه کردم، شما به بزرگی خودتون ببخشید. باکس سوالای منو با این فایده و سود، فایده و سود پر نکنید لطفا. بله دیگه ایشون این شکل صحبت کردن عادی نیست. عرض کردم آقای محمد عزیز، من معذرت میخوام، لطفا میشه ازتون خواهش کنم این موضوع رو ببندید و دیگه در موردش صحبت نکنید. یه بار فرمودید، عرض کردم چشم دیگه، لطفا میخواد اصلا من برای شما جدا انگلیسی صحبت کنم که شما دیگه اذیت نشید. ای بابا، بله مرسی از دوستانی که نوشتید تفاوتی بین فایده و سود نداره و این تفاوتی نمی کنه. خیلی خوب، مرسی. آقای محمد، شما ببینید و یه چیزی رو نوشتید که ده برابر اون وقتمون رو گرفتن و الان 50 تا فقط پیغام، 30 تا 40 تا بیشتر 50 تا پیغام داریم که تأکید کردن که هیچ تفاوتی بین فایده و سود نیستش. ببین یک چیز نیست، من الان فقط کارم برای همین یک کلمه الان باید 50 تا جواب
منظورم که بهترین راه جابجا کردن ساپلاس یا حد ضرر چیه؟ اونم عرض کنم خدمتتون. اون موضوع تموم شد. سوال بند آقای امیر حسین، فهم سوال بنده اینه که وقتی تحلیل درسته و فقط نقطه رو اشتباه بوده استاپ زده میشه، چطور از لحاظ روانی اوکی بشیم که دوباره معامله رو در نقطه درست انجام بدیم؟ برای بنده خیلی پیش اومده که تحلیل درست بود اما چون توی محدوده 800 پوینتی احتمال بازگشت وجود داشته، تایم فریم دیلی توی ضرر میریم و حس معامله از بین میره. عرض کنم خدمتتون آقای امیر حسین عزیز، چشم. تیم تو بخش مرحله بعدی من هم جای خواهش من دوستان، بله خیلی خوب. حالا بریم رو بحث این که تو این روانشناسی ترید یا تریدینگ سایکولوژی ببینیم که احساسات خودمون رو چطوری کنترل کنیم. یکی از مهمترین راه های کنترل احساسات مدیریت ریسکه، اینکه ما در واقع مدیریت ریسکمون رو از بین ببریم، در واقع مدیریت ریسکمون و مدیریت پولمون رو یاد بگیریم تا بتونیم اون روانشناسی اون علاوه احساس خودمون رو بتونیم کنترل کنیم. یک جمله رو من قبل از اینکه بخوایم هر جایی بریم، یک جمله خیلی معروفی هستش از آقای لیورمور که ایشون میگن که هیچ شکست، حالا به صورت خلاص در واقع خیلی به زبان ساده پارسی بخوام عرض کنم خدمتتون که هیچ شکستی وجود نداره، همه چیز یک راهی برای یاد گرفتن که چه چیزی رو انجام ندیم. یعنی اون اتفاقاتی که تو زندگی ما میفته که ما اسمشو میذاریم شکست، ما میتونیم اسم اون رو عوض کنیم، اونا رو بگیم اتفاقاتی که برای ما درس بوده. خب پس اینجا چیزی به نام شکست ما تو زندگی کلا نداریم. تو ترید هم عرض میکنم خدمتتون که دقیقاً همینطوریه، ما چیزی به عنوان ضرر کردن نداریم، ما همین رو داریم به عنوان یک درسی برای یاد گرفتن کار، چه کاری رو نباید انجام بدیم. خب حالا قدم به قدم با مشکلات مشترک یه بار دیگه بیاین مشکلاتون رو بیاین ببینید. ما همیشه میگیم برای اینکه درمان کنیم، یعنی شما بهترین دکترها دکترهایی نیستن که دارو رو خوب بلدن، در واقع داروها رو خوب میشناسن یا داروساز در واقع بلدن که از چه نوع داروهایی استفاده کنن، چه نوع زهر و پازهرهایی استفاده کنن. بهترین دکتر دکتر هستن که تشخیص درست انجام میدن، وگرنه در واقع دارو رو همشون تو یک در واقع همشون کتابی رو که خوندن که برای سردرد چه قرصی رو بدن، برای پادرد چه قرصی رو، همون رو بلدن. مهم اینه که تشخیص بدن دلیل اون سردرد چیه. ما میخوام اینجا 12 تا از مهمترین مشکلات رو بیایم عرض کنیم خدمتتون که ما این دلایل رو بدونیم، دلایل اون مریضی رو بدونیم. وقتی که دلایل مریضی رو دونستیم متوجه شدیم، بعدا میتونیم بریم روی در واقع نحوه از بین بردن رو هم کار کنیم. یک اولین مشکلی که تقریبا مشکل خیلی حاده و مشکل خیلی از دوستان هست اینه که با سرمایه کم انتظار زیاد دارن، یعنی میزان سرمایه و سود مورد نظرشون با هم همخوانی نداره و چون همخوانی نداره این باعث میشه که فکر میکنن که فایده نکردن و فکر میکنن که در واقع عملکردشون مثبت نبوده و اون اتفاقا میفته. من این یه چیزی هستم خدمتتون دوستان، شما ببینید یک سوال از خودتون بپرسید، یه سوال خیلی ساده. شما میرید روزی 8 ساعت وقتتون رو میذارید، خب یا اصلا قبل از اون بخوام عرض کنم خدمتتون، ببینید شما میرید 4 سال مینیمم دانشگاه تدریس در واقع درس میخونید، 4 سال دانشگاه درس میخونید، تو این 4 سال در واقع تو دانشگاه عمرتون رو میذارید، پول و سرمایه‌تون رو میذارید، خب 4 سال وقتتون رو میذارید، همه اینها رو میذارید، بعد از 4 سال با همه در واقع اون زحمتایی که کشیدید میاد یه کاری رو میرید، بعدش میرید در واقع روزی 8 ساعت هم مینیمم کار میکنید تا چقدر درآمد داشته باشید. مثلا آخر ما نمیدونم الان حقوق در ایران، حقوق شما در ایران چقدره، مثلا بگیم $500. خب حالا حقوقی که تو این منطقه اطراف کشور منطقه اطراف ایران است، میگم که شما 8 ساعت وقتتون رو میذارید بعد از 4 سالی که اومدید زحمت کشیدید که روزی در واقع ماهی $500 فایده کنید، روزی هم 8 ساعت هم میرید کار میکنید بابت اون. خب حالا شما میایید باز وارد بازار در واقع بورس میشید یا وارد بازار سهام میشید، $500 پول میذارید، بعد انتظار دارید آخر ماه $500 هم فایده کنید یا $1000 هم فایده کنید. خب به نظر شما منطقیه؟
خب نیست. ببینید لطفا انتظارات رو میزان سرمایه رو و میزان سرمایه که میذارید و میزان فایده که میخواید به دست بیارید رو، اینا رو لطفا بیاید کنار هم منطقی بذارید. وقتی اینا رو منطقی میذارید کنار هم دیگه، یعنی درخواست داد چیزی که در واقع میخواید به بازار بدید با چیزی که از بازار انتظار دارید رو اگر با هم منطق داشت، در واقع منطقی باشن اینها، میزان داده و چیزی که میدید و چیزی که برداشت میکنید اگه با هم منطقی باشن، اون موقع شما میتونید در واقع قدم اول روانشناسیتون رو درست برداشتید. بعد مشکل بعدی ریسک های غیر منطقی. دوستان میگن که من بعد وقتی ریسک زیاد میکنم چیکار نکنم؟ خب خیلی ساده است، برای خود قانون بذار. ببینید دوستان، ما یه سری من دوستانی دیدم که میان 20 تا 30 درصد سرمایه‌شون رو در هر ترید میاد معامله میکنن. ببین مثلا شما 500 دلار پول تو حسابتون دارید، خب چون نمیتونید بیاید یک لات طلا معامله کنید، شما 500 دلار پول تو حسابتون دارید، باید بیاید 0.05 0.01 0.05 یا 0.10 ماکسیموم معامله کنید. چرا؟ چون اون درصدی رو که تو اون لوریج 1:100 شما تو هات کاریکس مثلا میده، باعث میشه که چیکار کنید؟ باعث میشه که میزان ریسکی که دارید انجام میدید منطقی باشه. حالا شما اگه بیاین 80 در چه میدونم 8 دلار هم 800 پیپ هم از دست بدید تو طلا، با 0.10 0.10 میشه 80 دلار. خب 80 دلار نسبت به 500 دلار میشه چند درصد؟ شما از 500 تا 80 تا ببینم 100 میشه تمام 1.6 درصد شما دارین ضرر، در واقع تو یک تریدتون دارین 1.6 درصد ریسک میکنید. این میشه منطقی، این میشه یک محاسبه منطقی. حالا شما اگه بیاید یک لات بذارید چه اتفاقی میفته؟ در عرض 2 دقیقه پولتون کامل از بین میره. اگه به 0.05 بذارید، یعنی نیم لات بذارید، چه اتفاقی میفته؟ در عرض 20 دقیقه پولتون از بین میره. ببینید ریسک های غیر منطقی عرض کردم خدمتتون. چرا دوستان فکر میکنن که اگر وارد این کار میشن، در واقع اگر وارد این کار میشن فکر میکنن که باید دیگه حتما مثلا تو یه شب 1,000,000 دلار پول به دست بیارن و بعد میان ریسک غیر منطقی انجام میدن، بعد پولشون از دست میدن، بعد تعداد معاملات زیاد برای کاور کردن ضررها که ما بهش میگیم لجبازی تو بازار. ببینید یکی دیگه هم مشکلاتی که دوستان دارن اینه که مثلا میان مثلا یه تعداد ضرر میکنن، یه مثلا 2 تا 3 تا معامله میکنن، 2 تا 3 تا معاملهشون ضرر میشه، بعد برای اینکه بیان اون ضرر رو چیز کنن، بیان که بیان اون ضرر رو در واقع کاور کنن، میان چه اتفاقی میفته؟ میان بعد هی معاملات بیشتر انجام میدن، هی یکی دیگه انجام میدن، هی یکی دیگه انجام میدن، و بعد این چون میان هی یکی دیگه پشت سر هم میان انجام میدن، اتفاقی که میفته چه اتفاقی که میفته؟ میشه اوور ترید میکنن و بازار لج میکنن. شما وقتی 2 تا 3 تا ضرر کردید از بازار برید بیرون، لازم نیستش که بیاید با بازار لش کنید که اون ضررهاتون رو کاور کنید. فردا هم روز جدیدیه، یعنی فردا شما میتونید همون کار رو انجام بدید. یه سری وقتا باید بازار بشینید کنار. و مشکل اساسی، معامله بدون استاپلاس و تیک پروفیت. هم استاپلاس مهمه هم تیک پروفیت. تشخیص درست استاپلاس و تشخیص درست تیک پروفیت بسیار بسیار مهمه، که چیزایی که حتی شما با 20 سال هم تجربه شاید توش اشتباه کنید. استاپلاس و تیک پروفیت، هیچ معامله ای رو بدون استاپلاس و تیک پروفیت وارد نشید. همیشه با ضرر که حالا مورد بعدی هم هست، ضرر هم بخشی از تجارت، با ضرر کنار بیایید، با ضرر لج نکنید، با ضرر احساسی نشید، ضرر رو به عنوان بخشی از بیزنستون حساب کنید، و چون به عنوان بخشی از بیزنس شما حساب میشه، بعد دیگه مشکل ایجاد نمیشه. یعنی شما میدونید که خب آها، یک فایده، یک قرارداد هم میتونه فایده داشته باشه هم میتونه ضرر داشته باشه. خب شما وقتی با ضررش میتونید کنار بیاید، اون موقعی که احساسی کنار باش برخورد میکنید، و چون باش احساس باش برخورد نمیکنید، و چون احساسی باش برخورد نمیکنید، یعنی یه موضوعی که باهاش کنار اومدید، اون موقع دیگه مشکل ایجاد نمیشه. حالا چطوری باید باش کنار بیاید؟ با استاپلاس. شما هر معاملی رو میخواهید وارد بشید، حتما میزان استاپلاستون رو بدونید. مورد بعدی نداشتن پلن مشخصه.
این که از بازار چی میخوایم، ما تو کجا این تجارت کردیم. ببینید یه دوستان وارد بازار میشن در صورتی که نمیدونن از بازارشون چیه. تا زمانی که شما ندونید کجا میخواهید برید هیچ جایی نخواهید رفت. شما وقتی وارد بازار میشید اولین چیزی که باید یاد بگیرید اینه که پلن داشته باشید، مثل هر کار دیگه. شما مثلا میخواهید ببینید چه میدونم به عنوان مهندس چه میدونم کارشناس مواد غذایی توی کارخونه کار کنید، خب باید پلن داشته باشید. هدفتون از به عنوان کارشناس مواد غذایی کار کردن تو کارخونه چیه آخه؟ دنبال چی میگردید؟ اینجا هم همینه. شما وقتی میخواید وارد این بازار بورس بشید هدفتون چیه؟ از این چی میخواید؟ سرگرمیه؟ خب بحثش فرق میکنه. در پول در آوردن بحثش فرق میکنه. یه پلن، یه کار تمام وقته، بحثش فرق میکنه. پلن داشتن. مورد بعدی نداشتن صبر و حوصله، غرور بیش از حد، زمان بندی ضعیف در وارد شدن و خارج شدن از بازار، و اینکه زمان کافی به سیستمی که باش ترید میکنید نمیدید. یکی دیگه، وقتمون خیلی کمه. وقتمون متاسفانه در واقع میتونم بگم تموم شد. ما 1 ساعت قرار بود وقت در واقع بگیریم. حالا من یه خورده بیشتر سعی میکنم باشم تا اینا رو تموم کنم، کاور کنم. مورد بعدی اینه که زمان کافی، مثلا ما میگیم یه ترید در واقع میایم یه چیز به خودمون میدیم، میایم یه سیستم میچینیم و بعد بر اساس اون سیستم میخوایم بیایم چیکار کنیم، و بعد زمان کافی برای اینکه اون سیستم رو تست کنیم به خودمون نمیدیم. یعنی اون سیستم رو تست نمیشه در یک بازه زمانی. هیچ سیستمی در زودتر از 2 تا 3 هفته قابلیت تست شدن نداره. پس زمان کافی به سیستم خودتون برای اینکه تست بدین، حداقل یک سیستم رو، یک روش کاری رو، یک نوع جدید رو برای اینکه متوجه ایراداش بشید، حداقل 3 هفته باید باش کار کنید تا متوجه ایراداتون بشید. عدم یادداشت برداری و رکورد معاملات و مشکل بعدی عدم شناخت به اصطلاحات بازار و ندانستن میزان و ارزش عددها در نمادهای مختلفه. ببینید یه چیزی که هست دوستان، ما یه وبیناری داشتیم، وبینار اولمون، اگر دوستانی وبینار اول که فکر کنم اطلاعات پایه برای ترید کردن، این مورد 12 برای اون دوستانیه که تازه کارن، اطلاعات پایه برای ترید، حتما اون وبینار رو ببینید. او هم کانال تلگرامی شرکت آتفارکس هستش، هم رو کانال تلگرامی ما هست، هم رو وبسایت ما هستش. اون رو حتما ببینید، اون وبینار رو، خیلی بهتون کمک میکنه نسبت به اینکه بدونید که در واقع چطوری برخورد کنید. اصلا خیلی از دوستان وارد بازار میشن دستا که نمیدونم لات سایز یعنی چی، نمیدونم چه میدونم لیوریج به چی میگن. یعنی اون اطلاعات اولیه‌ای که باید داشته باشن تا بتونن وارد بازار بشن رو نمیان، نمیخونن، و بعد فکر میکنن که بدون اینکه گواهینامه بگیرن میتونن بشینن پشت فرمون. این هم مثل رانندگی، شما بدون گواهینامه پشت فرمون نمیتونید بشینید. درسته تو این کار دیوار نیست، شاید نخورید به دیوار، جونتون رو از دست بدید، ولی خب پولتون رو از دست میدید. ببینید یه سری تعیین حد ضرر یا همون استاپ لاس. ببینید وقتی این که شما یه موردی رو عرض کنم خدمتتون، این تعیین حد، یعنی تعیین حد ضرر کردن یا نکردن، گذاشتن استاپ لاس، یعنی تعیین حد ضرر یا نه، دانش کافی در برخورد افراد متخصص غیره و در مورد بازار مالی. ببینید من این ستا رو من ترکیبی خلاصه از کنم خدمتتون که ببینید بیشتر افراد، یه سری دوستان داریم که وقتی تازه کارم میان یک دو تا معامله انجام میدن و فایده میکنن، ما بهش میگیم شانس تازه کارا. به قول آقای پائولو کویلو میگن شانس تازه کارا. این رو روش حساب نکنید، بذارید کنار، برید رو تجربه. یه سری دوستان هم هستی مشکلش اینه که، یعنی این دوستان میان استاپلاس نمیذارن، این دوستان که تازه شانس تازه کار رو دارن. یه سری دوستان هم هستیم که فکر میکنن چون 2 تا 3 سال تو بازارن، حتی 5 سال تو بازارن، فکر میکنن که خب دیگه حالا میان میتونن چیکار کنن، فکر میکنن که دیگه الان متخصص شدن، حرفه‌ای شدن، یعنی دانش ناکافی دارن، ولی برخوردشون مثل افراد دوستان، مثل افراد، یعنی نشون بدن شواب کنن، مثل شواب داشته باشن، مثل افراد متخصص حرفه‌ای. آقای عزیز، خانم عزیز، در بازارهای بورس، در بازارهای مالی، حداقل تجربه‌ای که شما تبدیل بشید به فردی که بگیم حرفه‌ای هست، 10 سال کار کردنه و دیدن دوره‌های مخصوص. یعنی شما تا 10 سال در این بازارها نباشید و دوره‌های مخصوص رو نگذرونده باشید، وارد اون به قول پروفشنال کلاب، به قول اون کافه حرفه‌ای نمیشید، خودتون رو حرفه‌ای ندونید. حتی افرادی که من خودم بیشتر از 12 سال دارم کار میکنم، دوستانی دارم که 15 سال 18 سال، ما دوستانی، آقای سوارت بیشتر از 20 سال. ببینید ما همی در واقع ما در واقع دوستانی که هستیم
بیشتر از 12 13 15 سال، شاید جوانترینشون منم، ولی باز هم اشتباه میکنیم و هیچ موقع خودمون رو باز هم با همین ها حرفه‌ای نمیدونیم و دوست هم نداریم برخورد حرفه‌ای داشته باشیم. چرا؟ چون بازار همیشه یک قدم جلوتر از ماست. همونطور که ما علاقه داریم که درآمدمون رو تو بازار افزایش بدیم، مطمئن باشید بازارهای مالی بیشتر از اون ولع دارن که سرمایه ما رو بقاپن. پس هیچ موقع خودتون رو یه حرفه‌ای، در واقع حرفه‌ای تو بازار ندونید و بیایید همیشه حد استاپلاس و تیک پروفیتتون رو بذارید. فراموش کنید در قبال اون که من حرفه‌ای هستم که استاپلاس و تیک پروفیت نداشته باشم. اتفاقا شما وقتی استاپلاس و تیک پروفیت ندارید، حرفه‌ای ها میگن که شما حرفه‌ای نیستید، چون نداشتن استاپلاس و تیک پروفیت کار بسیار احمقانه هست تو بازار، کار بسیار چیپی هست تو بازار. برای همین حرفه ای ها وقتی میخوان وارد بازار بشن حتما استاپ لاس و تیک پروفیت دارن. فکر نکنید که استاپ لاس و تیک پروفیت نداشتن نشانی از حرفه ای بودنه. این رو خواهشن از گوشتون بذارید کنار. استاپ لاس و تیک پروفیت رو همیشه به عنوان یه بخش حرفه ای کارتون قبول کنید، بذارید کنار، پای در واقع کنار هر تریدتون و انجام بدید. خب حالا این یادداشت برداری، یکی از دوستان پرسیده بودن که چطوری اینو تشخیص بدم. ببینید دوستان، یه موردی رو هست، من بارها اینو تاکید کردم، یه کاری که شما خیلی راحت، ببینید ما روان انسان ها، ما افراد بسیار فراموشکاری هستیم. به عنوان یه انسان همه ما افراد فراموشکاری هستیم و این فراموشکاری باعث میشه که ما خیلی ضرر کنیم. برای اینکه فراموشکاری رو از کنار بذاریم، بیایم عادت کنیم به یادداشت برداری. من خیلی کوچیک که بودم، از تقریبا 5 6 سالگی شروع کردم به خاطره نوشتن و خیلی تو زندگی من تو جای مختلف به من کمک کرده. این یادداشت برداری، خاطره نوشتن به من تو یادداشت برداری تریدام کمک کرده. اما از همه تریدایی که انجام میدم یادداشت دارم، یعنی من دقیقا میدونم چه تریدی رو چه روزی کجا انجام بدم، چقدر فایده داشته، چقدر ضرر داشته و تو چه ساعتی وارد شدم، چه ساعتی خارج شدم. حتی ساعت ورود و خروج شدن از بازارم هم یادداشت میکنم، با چه میزان لات سایز وارد شدم و همه اینها. اینا چه اتفاقی میشه؟ شما میاید در واقع یه چارتی رو مشخص میکنید به این صورت. ببینید این، حالا اینو میتونید، این مثلا این چارت تایم فریمه. خب شما ببینید مثلا یه تریدی رو انجام میدید با چارت ماهانه، یه ترید انجام میدید یکی یا دو تا یا هر چند تا ترید انجام میدید با چارت هفتگی، چند تا ترید انجام میدید با چارت های روزانه. اینا رو بیاید بنویسید، تعداد تریداتون و درصد ضرر یا فایده. این میتونه در واقع فایده و ضرر باشه. مثلا یه خط بذارید اینجا، پایینش منفی بالاش مثبت. خب ببینید که حالا بعد ببینید که چارتتون رو مشخص کنید. بعد به شما، یعنی طبق آمار بعد از یک ماه، آمار به شما کم کم نشون میده که شما در تایم فریم های یک دقیقه بیشتر موفق بودید یا یک ساعته یا روزانه یا ماهانه. خب همونطور تو اون سایت ها، تایم فریم ها، تو این آنالیزاتون و یادداشت برداری که میتونید در واقع میتونید متوجه بشید که شما بیشتر مثلا روی دلار، یورو دلار بیشتر موفق بودید یا روی چه میدونم مثلا یورو پوند. خب اینه که از کم خدمتون، این یادداشت برداری شما کم کم با این یادداشت برداری تو متوجه میشید که چه تایم فریمی برای شما مشخص. یعنی میاد در واقع آخر ماه آنالیز میکنید خودتون رو. این کارو میتونید هفتگی هم انجام بدید، یعنی آنالیز کردن خودتون رو آخر هر هفته. هفتگی میتونید این کار انجام بدید، ولی خب نتیجه هفتگی رو بذارید کنار هم، ولی در یک هفته به شما مشخص نمیدید. یعنی اگه شروع میکنید بعد از یک هفته متوجه نمیشید، اگر شروع کننده هستید حداقل 3 هفته تا یک ماه، بعد از اون حالا میتونید حالا برید رو هفتگی، ولی 3 هفته تا یک ماه هیچ روشی رو جدیدی رو زودتر از 3 هفته تا یک ماه امتحان کردن قضاوت نکنید به هیچ وجه. شما اینو بیاید انجام بدید، تریدی که انجام میدید و این یادداشت برداری داشته باشید. این یادداشت برداری رو آخر هر هفته، آخر ماه بیاید در واقع آنالیز کنید تا متوجه بشید که کجای کارتون در واقع ضررها کجا بوده، فایده ها کجا، چه تایم فریمی برای شما بهتر بوده، چه تایم فریمی برای شما بهتر بوده یا در واقع
برای چیزی که برای شما بهتر بوده، تایم فریم بهتر برای شما، چه تایم فریم برای شما بهتر بوده، چه سیمبل برای شما بهتر بوده، یا هر کدوم از اونهای دیگه، یعنی هر مورد دیگه، یعنی شما اینا رو برای اینکه بتونید تشخیص بدید حتما نیاز به یادداشت بردارید. خب قبل از اون بریم، قبل از که وارد مبحث بعدی یعنی از روانشناسی خارج بشیم، بریم رو مدیریت ریسک، بریم به سوالهای شما جواب بدیم. آقای رضا نوشتن که چقدر سوال دارم، شرکتتون کجاست، حضوری بیام؟ ما در ایران نیستیم آقا رضا عزیز، شما بهتره برای ما ایمیل بزنید. راههای ارتباط با ما رو که عرض کردم رو صفحه اول بود، حالا باز دوباره آخر وبینار بهتون نشون میدیم راههای ارتباط با ما رو، میتونید ایمیل بزنید به بنده. آیدی تلگرام آقا رضا شما ایمیل بزنید، ایمیل بزنید بهتره. من خود تو تلگرام راستش فرصت خاص شد، فرصت نداشته باشم. رو ایمیل بنده شما سوالی دارید آقا رضا، ایمیل بزنید، من میشم حتما به سوالتون جواب میدم. لطفا منابع رو بگید. منابع چی رو از آقای علیرضایی عزیز، منابع چه چیزی رو میخواید؟ خانم مرجان نوشتن که طرز بیان صحبتاتون خیلی خوب اتفاقا، و اینکه مدیریت احساسات که گفتید واقعا کمک کننده است، اینکه قبل مشخص کنیم تا چه میزان میخوایم سود کنیم. بله اول مرسی از تعریفی که کردید. بله اینکه مدیریت احساسات اگه بودیم که بدونیم که ما میزان سود یا ضرری که میخوایم، یعنی درخواستمون رو از بازار اگر داشته باشیم، اون موقع بهتر میتونه به ما کمک کنه که راه میتونه ما کمک کنه که تصمیم بهتر بگیریم. آقای کاظم نوشتن راه حل این موارد رو هم میشه بگین، این 12 مورد رو الان یکی یکی در مورد همون رو صحبت میکنیم. راه ارتباط با ما رو صفحه راه های ارتباط با ما نوشتیم. تردید تصادفی این چارت مستند هست درسته؟ نه اون چارتی که این چارت شما میگین مستند هست درسته یا نه، اینو این یه مثاله آقای حسین عزیز، این یه مثاله، این نیستش که این درست بوده یا نه، این یه مثاله که مثلا یه نفر در چارت مثلا دیلی بیشتر فایده داشته، در 4 ساعته اینطوری، در ساعته این یه مثاله، این هیچ چیزی نیستش، این نیستش که این برای همه یکیه. شاید یه نفر مثلا برای یه نفر در چارت روزانه فایده بیشتر داشته، شاید یکی در چارت 5 دقیقه فایدهش بیشتر باشه. این یه مثاله، اینو به عنوان مثال عرض کردم خدمتتون. گفت فقط این راهی رو که عرض کردم که به این صورت من نمونه گذاشتم که شما چطوری میتونید برای خودتون در واقع مشخص کنید این رو. چه تعداد معامله و چه سمتش مهم نیست؟ آقای کاظم عزیز چه تعداد معامله و چه تعداد معامله بیشتر از این که تعداد معامله مهم باشه، میزان در واقع میزان کلی ریسک و میزان ریسک روزانه که میذارید. مثلا شما میذارید 20، مثلا امروز در کل مثلا میخواید 10% با 5% سرمایه‌تون ریسک کنید، مثال میزنم، با 10% بسیاری داره که میزان سرمایه‌تون چقدر باشه و روش کاری و تجربتون چقدر باشه، میاد یه درصدی رو میزنید به عنوان مثلا ریسکتون روزانه، مثلا x درصد. حالا شما اینو میتونید تقسیم برای خودتون مشخص کنید، میخواید تقسیم برای 10 تا معامله بکنید، تقسیم برای 20 تا معامله بکنید، یا تقسیم برای 2 تا معامله بکنید. اینو برای خودتون مشخص کنید، بهش میگم برنامه‌ریزی کردن. یعنی شما میزان ریسک روزانه‌تون عددش اول ببینید، یعنی امروز من آماده‌ام تا ماکسیمم $100 مثلا ضرر کنم، خب این $100 میخوام تو یه معامله ضرر کنم یا میخوام تو 10 تا معامله ضرر کنم ماکسیموم. اینو باید برای خودتون مشخص کنید تا بر اساس میزان عدد ضرری که میتونید ماکسیموم انجام بدید، یعنی ریسکی که ماکسیموم میتونید انجام بدید، تعداد معاملاتتون رو بتونید تشخیص بدید. من خودم در دمو خوبم و رعایت میکنم و یادداشت برای سمام اوناتم هم تو اکسل برنامه نوشتم، ولی تو ریل ترس از دست دادن پولم رو دارم، این دوشو چطوری برطرف کنم؟ آقای هاشم یه مشکلی که میدونید، یه مشکلی که هستش بین دوستانی که در مورد این خیلی سوالیه که من خیلی گاهم در واقع خیلی به سو آفن چی میشه به فارسیش، خیلی زیاد از من پرسیده، خیلی زیاد بهش برخورد میکنم که این چطوری اتفاق میفته. خب
ببینید اینکه چطوری اتفاق میفته، این مسئلهش کجاست، اینکه چطوری اتفاق میفته، چرا در واقع این اتفاق میفته که من تو دمو خوبم و تو رئال خوب نیستم. یه مشکلی هستش دوستان، از دمو اکانت برای تست کردن استفاده کنید نه برای ترید کردن، این تفاوت داره. یه سری از دوستان میرن رو دمو اکانت و میخوان چند سال اونجا بمونن. آقای عزیزی، خانم عزیزی که میخواد شما تغییر شروع کنید، دمو اکانت برای شروع معامله، برای شروع یادگیری 2 هفته خوبه، بعد 2 هفته دیگه ضرره. بعد از 2 هفته میشه عادت کردن و در واقع شما میرید به یک چیزی رو عادت میکنید که مال خودتون نیست، یعنی یه پولی که مال خودتون نیست و بعد دیگه براتون مهم نیستش که این پول از دست میدید یا نه. بعد وقتی شما دوباره وارد، شما بعد از این مسئله میاد رو حساب ریل اکانت میرید، رو حساب واقعی میرید، با پول واقعی میرید، بعد میتونه در واقع بازخورد منفی برای شما داشته باشه. رو حساب دمو برای یاد گرفتن 2 هفته بیشتر کار نکنید، ماکسیموم بین 2 تا 3 هفته. بعد از اون از حساب دمو صرفا برای تست کردن روش های میتونید، یعنی حساب دمو برای این نیستش، حساب دمو رو اشتباه نگیرید که برای اینکه شما تون ترید کنید، نه، حساب دمو برای تست کردن، یعنی شما یه استراتژی جدیدی رو میخواید انجام بدید، اون استراتژی رو بدون تست کنید. آقای کاظم فرمودن که سوال خیلی داشتم، متاسفانه زمان وبینارها خیلی کوتاهه. آقای کاظم، این متاسفانه هم زمان وبینارها کوتاهه، ما 1 ساعت، البته ما قراردادم راستش با شرکت آسپارز 1 ساعته، ولی خب من معمولا بیشتر از 1 ساعت، حتی من تا 1 ساعت و نیم وقت میذارم در خدمتتون هستم، یعنی سعی میکنم اینطوری حداقل اینو جو در واقع بیشتر در خدمتتون باشم تا اگر سوالای بیشتری دارید بتونم به سوالاتون جواب بدم. شما اینو میتونید با دوستان دیگه هم چون اینو پرسیدن، اگر واقعا در مورد فکر میکنید نیاز هست، میتونید با شرکت آتوارکس تماس بگیرید و ازشون درخواست کنید در واقع تعداد بیشتر وبینارها یا زمانهای بیشتر داشته باشید، که حالا اونا یا با در واقع یا از طریق ما یا از طریق شرکت های دیگه حتما در واقع میتونن کمکتون کنن. اینو شما لطفا با شرکت هاتوارکس در میون بذارید، چون واقعا در این مورد کاری از دست من بر نمیاد. من کاری که میتونم براتون انجام بدم ماکسیم اینو که در واقع یه دقایقی، مثلا 20 دقیقه 15 دقیقه 20 دقیقه بیشتر از میزانی که باید در خدمتتون باشم وقت میذارم تا اگه به سوالی دارید جواب بدم. بیشتر از این من معذرت میخوام. وبینار های آیا میشه بعدن گوش کرد؟ بله، وبینار ها معمولا با 4-5 روز تاخیر شرکت آتوارکس میذاره رو کانال تلگرامیشون. شما میتونید از طریق کانال تلگرامی هاتوارکس یا وبسایت ما یا وبسایت آتوارکس به وبینار ها دسترسی داشته باشید. ضبط شدش. دوست عزیزی، بله این بله آقای کاظم، این موضوع بحث مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه و اینطور روانشناسی میشه تو 4-5 تا وبینار در موردش صحبت کرد. حالا من یه سری اصولش اینجا، یه سری چیزاش اینجا میگم، یه سری مسائلش در وبینارهای بعدی، ولی عرض کردم خدمتتون، میگم اوناش دیگه یه سری مسائلش از دست من خارجه و مربوط به شرکت هاتفارکس میشه. خیلی خب، دوست عزیزم در مورد کلمه کتاب، بله چشم، کتابم معرفی میکنیم. چشم، ما تو بخش معرفی کتاب داریم. خب آخرین سوال بود، خب بریم روی مدیریت ریسک و سرمایه. ریسک، نگرانی بیشتر از حد. ببینید یه سری مسئله داریم، ببینید که برای اینکه ما در واقع کلم درست ریسک خودمون رو مدیریت کنیم، یه سری مشکلاتی، یعنی یه سری ایرادایی هستش که ما چطوری میتونیم مثبت، ببینید شما اگر روی سودآور بودن معاملاتتون یعنی روی سودآور بودن معاملاتتون تمرکز کنید و به سرمایه‌تون وابستگی داشته باشید، ضرر میکنید، فایده نمیکنید. تمرکزتون باید رو قدرشناسی و اولویت دادن، ارجحیت، یعنی ریسپکت چی میشه، احترام گذاشتن به سرمایه‌تون باشه، نه وابسته شدن به سرمایه. مثل ورق بازایی که میگن به حکم احترام بذار، بهش وابسته نباش، ازش درست استفاده کن ولی بهش احترام بذار. من اون ورقو میگم به خاطر اینکه تا جایی که میدونم تو ایران خیلی زیاد در اون موقع ما خیلی زیاد بازی میکردیم، حکم بازی میکردیم تو ایران که بودیم قدیم. نمیدونم الان هم همونقدر آیا این بازی مشهور و معروف و نمیدونم مورد
استفاده هست یا نه. ولی خب اون قدیم ما بازی خیلی مورد علاقه خیلی از همسن و سالهای دم دوره ما بود که ما انجام میدادیم. حکم خیلی از میگم این که میگم هم دوره ما همسن و سالا، فکر کنم من 50 سالم، من 34 سالم، پیر مرد نیستم. ولی خب در واقع این کار ما در زمان مثلا 18 19 20 سالگی که تو ایران بودم تا اون موقع زیاد استفاده میکردیم، که خب متأسفانه زمان زیادیه، یعنی چون دیگه حالا خیلی 15 سال تجربه نکردیم برای ما میشه خیلی قدیم. دلیل اینکه میگم خیلی قدیم اینه، من اونقدر پیرمرد نیستم هنوز. ببینید یه مورد دیگه اینه که بعد دوستان با شکست ها باید کنار بیایم، یعنی پس قدر به سرمایه یعنی چطوری میتونیم کنترل ریسک داشته باشیم، مدیریت ریسک و سرمایه چطوری میتونه انجام باشه، اینه که یعنی کاری که باید انجام بدیم چیه؟ اینه که به سرمایه وابسته نباشیم اما بهش احترام بذاریم. دوم اینه که به شکست های کوچیک یعنی شکست های کوچیک رو بتونیم قبول کنیم تا بتونیم تو جنگ برنده بشیم. ببینید توی جنگ شما دو حالت داره، شما یا به عنوان سرباز هستید یا به عنوان یا سرباز هستید یا فرمانده دیگه، درسته؟ سربازها میان به جنگ های تن به تن و کوچیک دقت میکنن که اونا رو برنده بشن. فرمانده ها وقتی میخوان یه سپاهی رو بفرستن، یه ارتشی رو بفرستن جای جنگ، همیشه یعنی برای اینکه اون جنگ رو ببرن همیشه میدونن که باید یه تعدادی از سربازهاشون کشته بشه. یعنی اگه تعدادی از سربازهاشون کشته نشه امکان نداره جنگ رو برنده بشن. یعنی شکست های کوچون کشته شدن یه تعداد از سربازها میشه شکست های کوچیک. شاید برای اون سربازه بشه شکست کل زندگیش، از دست رفتن کل زندگیش. ولی برای مدیران جنگ، برای آقایان مثل آقای رضایی اینا که چند روز گذشت اخبار ایران خیلی سر صدا کردن، برای اون اصلا مهم نبود که حالا چند هزار تا ایرانی هم تو جنگ ایران عراق میمیرن. برای اون مهم بود که اون عملیات چه میدونم والفجرش و الکلبراش و الامام حسینش و چه اوناش اون بتونه اون موقع در واقع چیزش اون عملیاتش موفق باشه. ببینید اینها در واقع میشه شکست های کوچیک رو قبول کردن تا جنگ رو برنده شدن. تو ترید هم همینه، یعنی ما یه سری در واقع اون استاپلاس ها رو برای این که میگیم استاپلاس بذارید، ما چون وقتی استاپلاس داریم یعنی که یه سری شکست ها رو یه سری ضرر ها رو قبول میکنیم، و چون یه سری ضرر ها رو قبول میکنیم حالا میتونیم منتظر فایده هم باشیم. یه موردی که دوستان گفته بودن بحث لوریجه. دوستان ببینید لیوریج خیلی موضوع خوبیه، اما لیوریج همونقدری که میتونه فایده داشته باشه براتون، همونقدر که میتونه در واقع خوب باشه، همونقدر هم ریسک بسیار بالا براتون میاره. هر چقدر لیوریج شما بالا باشه، برای دوستان که نمیدونن یعنی چی، ببینید لیوریج میشه، لیوریج مثل یه اهرم دیگه. خب شما وقتی میخواید در واقع شما وقتی میخواید یه سنگی رو بردارید در یه جای جابجا کنید، در واقع شما می‌خواید یه سنگ رو جابجا کنید، این سنگ خیلی بزرگه، زورتون نمیرسه جابجا کنید، میاد چیکار می‌کنید؟ میاد در واقع یه سنگ دیگر رو اهرم می‌کنید زیرش با یه سنگ، در واقع یه چوب با یه سنگ دیگر رو اهرم می‌کنید تا اون سنگ بزرگه رو از دست در واقع جابجا کنید. تو این میشه اهرم، معنی لور، لوریج از کلمه لور میاد، معنی لور هم همینه. حالا وقتی لیوریج میاد، مثلا لیوریج میاد لیوریج بالا میذارید، خب یه سری دوستان من دیدم که میاد لیوریج 1:1000 کار میکنم. با لیوریج 1:1000 مال افرادیه که خیلی حرفه‌ایان، بیشتر از 15 سال تو این بازار تخصص دارن، تجربه دارن، حالا میتونن با لیوریج 1:1000 بیا معامله کنن. چون مدیریت ریسک و مدیریت سرمایه لیوریج 1:1000 خیلی، یعنی که 1 سنت شما میشه 1000 سنت، 1 دلار شما میشه 1000 دلار. خب این میزان، یعنی میزان ضرر یا سود کردن رو 1000 برابر برای شما بیشتر یا کمتر میکنه. یعنی 1000 برابر احتمال داره شما ضرر بیشتری بکنید، ریسکتون رو میبرید بالاتر، همونقدر که احتمال داره 1000 برابر به شما کمک کنه که فایده بیشتری بکنید. لطفاً تو لوریج ها دقت کنید، رو انتخاب لوریج هاتون دقت کنید، حتما با کسی که تجربه بیشتری داره مدیر در مورد مشورت کنید که لوریج رو که انتخاب میکنه چی باشه برای چه مقاصدی. ببینید یه مسئله که بین کازینو، تفاوت اساسی که بین کازینو و بازار مالی وجود داره همین بحث انتخاب میزان ریسک دیگه. یعنی شما توی بازار، شما توی کازینو، شما وقتی میای مثلا چه میدونم 1000 دلار میذاری رو میز که میخوای رولت بازی کنی،
احتمال اینکه چه میدونم تو اون 36 تا 37 تا عدد مثلا 12 شما بیاد یا 13 شما بیاد یه درصد در واقع یه درصد خیلی کمیه، اما یک درصد خاصیه و اونم ریسکش همونقدر 100 درصد، یعنی چون احتمال معلوم نیست، یعنی نمیتونی برش ریسک مشخص کنی، 100 درصد ریسکه، یعنی برنامه ای نداره که شما بیاید مشخص کنید که آها پس به این دلیل به این دلیل به این دلیل احتمال داره اینجا بیاد، پس مدیریت نمیتونی بکنید شما اونو شما باید عوامل خارجی از شما، یعنی چیزی که به شما ارتباط نداره میاد اونو مدیریت میکنه. تفاوتش با بازار مالی در واقع ما تو بازار مالی اینجا همینه دیگه، اینه که ما میتونیم ریسک مدیریت کنیم، یعنی مثلا بگیم که خب من اگه 1000 دلار دارم مثلا طلا میخرم، 1000 دلار دارم نفت میخرم، 1000 دلار دارم سهام شرکت چه میدونم مثلا بانک آف امریکا رو دارم میخرم یا هر چیزی، خب این بر اساس این محاسبات اقتصادیه، چون میای محاسبات اقتصادی داری بعدا میتونی چیکار کنی، میزان ریسک هم مشخص کنید که تفاوت در نحوی مشخص کردن تفاوت این در واقع بازارهای مالی میشه و کازینو، چون خیلی اصلا میگن که قانون مثل همان دیگه، همونطور که قبلا عرض کردم اگه شما به سرمایه خودتون احترام نذارید بازارها هم اون اهمیتی نمیدن. با روندها هم وارد جنگ نشید، مثلا اگر میبینید که روند یک معامله روند یک در واقع روند یک نمادی یک روند رو به بالا، شما هی نیاید فروش نکنید، خرید کنید، چرا میخواید با روند رقابت کنید، همیشه ما میگیم ترند از یور فرند. خب و باز هم عرض میکنم خدمتتون همونطور که با شکست کوچیک کردم که با ضررهای محاسبه شده کنار بیاین تا به فایده برسین، باید اینا رو انجام به در واقع اینا میشه قدم به قدم. حالا یه مثلا قرار است که در واقع نحوه حساب کردن ریسک و سرمایه رو بریم، من ببینم که دوستان چه سوالی داشتن، سوالها رو نگاه کنیم. کلام مداوم تکراری، خب دوستی دارم ترجمه سوالفانو برای من نوشتن، لطفا در صورت امکان برای همه وبیناراتون کتاب رو معرفی کنید. چشم خانم زینب، ما سعی میکنیم از این بعد کتاب هم تا جایی که امکان داره معرفی کنیم، ولی خب من کتابایی که میتونم معرفی کنم، من کتاب انگلیسی رو میتونم معرفی کنم، این که در ایران شما چه کتابای فارسی میتونید پیدا کنید یا نه، اون رو من در این مورد معذرت میخوام، من نمیتونم کتاب فارسی به شما معرفی کنم، کتابی که به زبان فارسی ترجمه شده باشه، من میتونم کتابی که انگلیسی هستن رو معرفی کنم، و اینکه شما ترجمه‌اش رو در ایران میتونید پیدا کنید یا نه اون رو دیگه نمیدونم. دوستی فرمودن که از اونجایی که 80 تا 90 درصد سودمندی در مورد بوندیت ریسک و سرمایه‌گذاری داره، ممنون میشم برای ماه آینده حداقل 2 جلسه در این زمینه داشته باشیم. آقای امیر عزیز، برای ماه آینده در مورد سود مدیریت ریسک و سرمایه، چشم، من سعی می‌کنم در یکی دیگه از در واقع برای ماه آینده هم یکی از موضوعات وبینارها رو بذاریم در مورد مدیریت ریسک و مدیریت پول. خب خانم مرجان فهمیده که الان تو ایران مورد علاقه است، برای حکم فهمن زارم، بله حکم و هفته خبیث، به ازای هر 1000 دلار حتی اکثر چقدر لات صحیح بزنیم؟ آقای حسین عزیز، اینکه 1000 دلار شما به ازای هر 1000 دلار این که چند لات بزنیم بسیده که شما چه چیزی رو کار میکنید، یعنی مثلا یک لات طلا با یک لات نقره با یک لات نفت با یک لات کارنسی خیلی فرق داره، و اینکه لوریجتون چی باید باشه، یعنی سوالی نیستش که اینطوری بشه جواب داد که شما اگه چیزی رو که دقیقا میخواد باش ترید کنید رو به ایمیل من اگر بفرستید، من تا جایی که امکان داشته باشه سعی میکنم راهنماییتون کنم. اهرم مالی انرژی کم تاثیر زیاد، بله لیوریج برای 1000 دلار لیوریج چند بذاریم؟ آقای سپر عزیز، عرض کردم لیوریج بستگی داره که شما چه چیزی رو ترید میکنید، ولی در کل اگر شما تازه کار هستید سعی کنید از کمترین لیوریج ممکن استفاده کنید، یعنی از 1 به 50 سعی کنید استفاده کنید، اگر تازه کار هستید 1 به 30 حتی. خب میخواستم بدونم آقای مهدی عزیز فرمودن که میخواستم بدونم استاپ تریلینگ خوب هست، تریلینگ استاپ منظورتون استاپ تریلینگ خوب هست یا نه، به این دلیل پرسیدم چون بعضی مواقع استاپ تریلینگ باعث میشه من سودهای اصلی رو از دست بدم. خب آقای ببینید تریلینگ استاپ رو خیلی توصیه میکنم که استفاده کنید،
ولی خب یه بحثی هستش که نحوه استفادهش مهمه. یعنی تریلینگ استاپ خیلی چیز خوبیه، ولی چطوری استفاده کردنش مهمه. عددی رو که در تریلینگ استاپ شما باید انتخاب کنید و اون رو حتی میتونید مرحله به مرحله تغییر بدید. یعنی تریلینگ استاپ رو شما اگه مثلا میذارید 20 پوینت، بعدا چطور تغییر بدید، اون خیلی مهمه چون موضوع مبحث جدایی هستش. و من توصیه میکنم حتما از تریلینگ استاپ استفاده کنید، ولی راه درست استفاده کردن ازش رو یاد بگیرید. من سعی میکنم یادش کنم از تریلینگ استاپ اگه بشه برای ماه آینده، برای تریلینگ استاپ و اصلا استاپ لاس، برای استاپ لاس، تریلینگ استاپ و تیک پروفیت سعی میکنیم یه وبینار در این مورد بذاریم که خیلی سعی میکنم کاربردی باشه براتون. مشکلی نیست، ممنون. در مورد چه چیزی نمیدونم. اگر ممکنه یه سوال در تا پاسخ بدید، ممکن است در این صورت در وقت صرف جویی شود پاسخ به سوال ها در تا. من اینکه سوال ها رو در وسط جواب میدم به خاطر اینکه اونم شاید برای هر بخشی چیز باشه. تریلینگ استاپ آیا یعنی تریلینگ استاپ الان اگه بخوام تریلینگ استاپ رو توضیح بدم از مبحث خارج میشیم. شما در مورد تریلینگ استاپ شما اگه برید تو سایت شرکت ما zerospread.info تو بخش آموزش، اونجا چیز هستش، اونجا چیز هست، اونجا یه سری ویدیو هستش که تریلینگ استاپ چیه و چطوری ازش استفاده کنیم. حتی دفعه کنم اگه شما نفهم در مورد نحوه سیتینگ تریلینگ استاپ ما اونجا سری ویدیو داریم، شما میتونید اونجا برید ویدیوها رو ببینید در مورد تریلینگ استاپ. خواهش میکنم. خب ارتباط با خودم رو عرض کردم، webinars.ir@hotforex.com تو صفحه ارتباط با ما هستش آقای رزاز. خب ببینید اینجا من یه مثال عرض کنم. ما واقعا الان از وقتی که باید در خدمتتون باشیم 30 دقیقه گذشته. من یه 30 دقیقه هم بیشتر از وقتمون داریم صحبت میکنم. من خیلی خلاصه برای اینکه جنبندی کنم، ببینید شما اگر 5% شما اگر میزان ریسک خودتون رو بذارید 5% از سرمایه‌تون، مثلا 100 دلار دارید، بذارید 5 دلارتون امروز در واقع چیز کنید، 5 دلارتون رو ریسک کنید، در حسابتون 95% پول باقی میمونه. با اون 95% شما خیلی راحت میتونید 5% ضرر شده رو جبران کنید. ولی اگر شما با 100 دلار که تو حسابتون دارید 90 دلار ریسک کنید، تو حسابتون 10 دلار میمونه و احتمالی که از اون شرایط بیاید بیرون منفی 900% است. هر چقدر میزان ریسک در واقع پولی که بیشتر میکنید از دست بدید عدد بزرگتری باشه، میزان ریسکی که دارید میکنید هم بزرگتر میشه. و هر چقدر میزان ریسکی که میکنید بزرگتر باشه، به ارزش باختتون رو سختره. یعنی شما اگه 5% از 100 دلارتون رو ضرر کنید، با 95% خیلی ساده است 5 دلارتون رو برگردونید. ولی اگر شما بیاید 70 دلارتون از 100 دلارتون ریسک کنید، شما تو حسابتون میمونه 30 دلار. با اون 30 دلار چطوری میتونید 70 دلار به دست بیارید؟ شاید هم با اون 70 دلار که میرید ریسک میکنید بشه حسابتون 170 دلار. ولی اگر برعکس کنید، یعنی 30 به 70 باشه، با 70 دلار خب میشه 30 دلار رو به دست آورد، ولی بعد اگه ضرر کنید بشه 30 دلار، بعد 70 دلار به دست نمیاد. یعنی کل اون دیگه هم 70 دلار رو از دست دادید، چون بعد با اون 30 دلار مبلغ کمی هست تقریبا نمیشه با شرید کرد، اون 30 دلار هم از دست دادید. یعنی شما دیگه بیشتر از 20% تقریبا میتونم بگم که با 100% پولتون دارین. وقتی از 20 بیشتر میشه دیگه تبدیل به 100% میشه از پولتون دارین ریسک میکنید. اینه که میزان درصد ریسکتون رو بیاین مشخص کنید. یعنی قبل از اینکه بذارید ترید کنید با خودتون مشخص کنید که چقدر از پولتون رو میتونید از دست بدید. تا حالا صحبت در این مورد خیلی بیشتر بود، ولی خب متاسفانه عرض کردم وقتمون خیلی کمه. تو یک ساعت واقعا نرسیدم بیشتر از این عرض کنم. موضوع بسیار مهمیه. یعنی من سعی کردم یه سری خلاصه و جنبندی کنم این موضوع رو، ولی خب نرسیدیم. خیلی من بخوام در واقع به یکی دو جمله خلاصه ارز کنم، زمین که حالا دوستانی که میخواستن کتاب، این لیست کتاب ها رو اینجا میتونن ببینن. من در مورد موضوع یه خلاصه بخوام ارز کنم خدمتون، اونم اینه که دوستان ببینید، بازم ارز میکنم 80-90% ترید، 80-90% ترید روانشناسیه، روانشناسی و خودشناخته.
موضوعاتی که خیلی من بخوام چند تا موضوع برای خود براتون بولد کنم، مهم بذارم که مهمه، تو این مورد دوستانی که اگه میخوان کتاب رو یادداشت کنن میتونن از این صفحه یادداشت کنن دیگه. من این معرفی کتاب رو اینجا گذاشتم که وقت نمیشه در موردش رو صحبت کنم، فقط اسمشون رو میتونید یادداشت کنید. اینا کتاب های تقریبا خوبی هست در این مورد روانشناسی ترید. ببینید من به صورت خلاصه بخوام عرض کنم خدمتتون چیزایی که مهمه. یه بحث رکورد برداری، یعنی خواهشات تمام آن یعنی در خرید و فروشاتون رو بنویسید، توی فایل اکسل بنویسید و فقط نوشتنش مهم نیست. مثلا این طرفی که میگیم که کتاب خوندن خوبه، میگه خیلی خوب من برم کتاب بخرم بذارم تو کتاب خونم. شما کتاب بخرید بذارید تو کتاب خونتون دانشمند نمیشید. فقط خوندن یادداشت کردن مهم نیست، مهم آنالیز اوناست. یعنی شما بیاید آنالیز کنید آخر هر هفته و آخر هر ماه که آقا کدوم تایم فریم ها برای شما بیشتر موفق بوده، کدوم سیمبل ها یا نمادها برای شما بیشتر موفق بوده. این رکورد کردن خیلی مهمه، رکورد خیلی مهمه، رکورد بسیار مهمه، رکورد خیلی مهمه. حالا یه مورد بعدی رو که میخوام عرض کنم، یعنی رکورد ها مهمه. مورد بعدی هم هدف داشتن. یعنی شما حتما هدف داشته باشید، هدف از کارتون، یعنی بدونید که میخواید اصلا اون کاری که میخواید در واقع هدف از اینکه وارد بازار بورس شدید هدفتون چی بود، یعنی اصلا چرا وارد شدید، یعنی چی میخواستین، یعنی چی میگم، یعنی خواستتون، درخواستتون از بازار چی بوده که وارد بازار بورس شدید. حالا که وارد بازار شدید شما در واقع دنبال چی هستید و این داشتن هدف و پلن خیلی کمک کننده است. سوال و جواب، اگر سوالی دارید در آخر بپرسید. حالا تو سوالاتون رو بنویسید از کنم خدمتون که وبینارهای پیش روی ما سه تا وبینار آینده مون امواج الیوت که اونم با این شرایط که من دارم میبینم فکر نکنم توی دور تمام بشه، احتمالا تقسیم برای دو بخشش کنیم که واقعا یه بخشش رو این هفته آینده بگیم و یه بخش دیگه‌اش رو هفت ماه آینده، یعنی امواج الیوت بخش اول احتمالاً بذاریم. مثل شاخص فنی پلتفرم متاتریت که توی بار توی وبینار تمام نشد، حالا تو وبینار بعدی که دو هفته بعد هست در خدمتتون هستیم و بعدم در مورد استراتژی اسکالپینگ که اینم فکر می‌کنم در یک جلسه تمام بشه. حالا سعی می‌کنیم که اینا رو خیلی خلاصه تر عرض کنیم خدمتتون. اینا وبینارهای پیش رو حتما ثبت نام کنید، سعی کنید شرکت کنید، چیزی که می‌تونه لازم تکنیکی به شما کمک کنه. راه‌های ارتباط با ما که دوستانی که پرسیده بودن ایمیل هست، ایمیل خود من هست webinars.ir@hotforex.com، این ایمیلی که شما میتونید مستقیم به خود من ایمیل بزنید. بقیه راه‌های ارتباطی در واقع شرکت هاتفارکس ایران@hotforex.com، اسکایپشون میبینید، تلگرامشون، تلفنشون، تلگرام فکر میکنم با همین شماره تلگرام ظاهرا واتساپ هم دارن و آیدی تلگرام. شما اینا رو میتونید در واقع پیغامگیر تلگرام میتونید با شرکت هاتفارکس در ارتباط باشید و سوالی داشتید، پیشنهادی داشتید بگید و ما در خدمتتون هستیم. سپاس بسیار از همراهیتون، مرسی که بودید. من سوالای آخرم نگاه کنم که چی بوده و بعد دیگه جمع بندی کنیم و بریم. طبق قانون آقای محمد پرسیدن که طبق قانون مورفی چیزی که باید اتفاق بیفته باید فرض کنیم قطعا میفته، پس نباید با 100 دلار 70 دلار ریسک کرد. بله مسلما همین عرض کردم خدمتتون که آقای محمد عزیز بیشتر از 20 یعنی وقتی از عدد بیشتر از 5 تا 10 خارج میشید، وقتی میرید سمت 20 دیگه میشه مثل اینه که 20 درصد با 20 درصد سرمایه‌تون بخواید ریسک کنید، دقیقاً مثل اینه که شما با 100 درصد سرمایه‌تون ریسک کردید، هیچ تفاوتی نمی‌کنه و این دقیقا همون در واقع کار احمقانه که خیلی انجام میدن. آقای ایمیلتون رو تو باکس بنویسید. خب ایمیل اینجا هستش، باشه من ایمیل اینجا می نویسم، ولی خب اینجا webinars.ir@forex.com این ایمیل، حالا ایمیل من نوشتم فرستادم براتون، حالا اینجا هم هست دیگه دوستان که هم از اینجا بردید هم براتون نوشتم. چشم. خب آقا هاشم خسته نباشید، مرسی از شما، شما هم خسته نباشید. برای سرمایه 100 دلار چه لوریج مناسبه؟ خب اولش که سرمایه 100 دلار مثلا خیلی سرمایه کمیه، ولی خب یعنی برای تست کردن و یاد گرفتن سعی کنید شما کمترین لوریج ممکن تو
شرکتتون الان هات فارکس کمترین لوریجش چنده؟ من نمیدونم کمترین لوریجی که شرکت هات فارکس به شما تو ایران میده چنده، چون برای کشورهای مختلف فرق میکنه. برای ایران لوریج فکر می‌کنم 1:30 کمترین لوریجی که باید باشه. اگر میتونید کمترین لوریج ممکن رو استفاده کنید برای شروع. یک به ده دارید در ایران لوریج یک به ده؟ خب البته از کنم لوریج یه سری چیزا یک به یک ها، مثلا شما وارد بازار بورس که میشید، بازار سهام میخواد خرید فروش کنید، لوریجشون یک به یک. مهم نیست که شما تو تریدینگ اکانتتون لوریج چند انتخاب کردید، اونجا لوریجتون یک به یک. خب حالا من نمیدونم، عرض کردم خدمتتون لوریج ها دیگه کم، مثلا اگر تازه کار هستید سعی کنید از لوریج های چیز استفاده کنید، از لوریج های کمتر استفاده کنید، کمترین لوریج استفاده کنید تا یاد بگیرید. خب آقای رضا ایمیلتون رو نوشتید، ایمیلتون رو من چیکار کنم؟ آقای رضا آدرس ایمیلتون رو نوشتید، چیز خاصی نیاز دارید من براتون ایمیل کنم؟ تشکر از شما آقای کاظم عزیز، همینطور سپاس زیاد از شما خانم زینب، حسین آقا، اون یکی حسین آقا، حسین و امیر ما بسیار زیاد داریم، چقدر اسامی تکراری در واقع زیاد تکرار شونده، چی باید بگیم، در واقع اسامی که زیاد تکرار میشن و خیلی معروفه تو ایران زیاد شدن، امیر و حسین. با چقدر سرمایه به صورت معمول وارد بازار بشه؟ حسین ما پرسیدن که با چقدر سرمایه، من زیر 500 دلار رو توصیه نمی کنم، کمتر از 500 دلار اذیت کننده است، کمتر از 500 دلار برای یاد گرفتن، یعنی اگه شما میخواید بگید که یه پولی گذاشتم که میتونم باشه درآمدی داشته باشم، حداقل باید 500 دلار باشه، بیشتر از اون باشه کمتر از اون باشه، در واقع بیشتر برای یاد گرفتن و آموزش تا پول درآوردن. فیلم این جلسه رو چطوری میشه دانلود کرد؟ از روش سایت، از روش کانال تلگرامی هات فارکس. وبینارهای قبلی، وبینارهای قبلی هم کانال تلگرامی هات فارکس، یا شما میتونید برید رو سایت zerospread.info، اونجا هم چیز هستش، اونجا هم وبینارها در وبینارهای قبلی هستن. به شخصه بابت آقای همشه معذرت خواهی کردم بابت اون دوستی که مشکلی نیستش، خواهش میکنم شما ببخشید به وجود خودتون. امیر آقا مرسی از لطفتون، مرسی از همدردی. برای یک دلار لوریج، برای یک دلار، برای یک دلار لوریج چند خواب کنم؟ یعنی چی؟ یعنی شما یک دلار تو حسابتون پول دارید؟ سوالتون واضح نیست. آقا رضا تشکر کردم، ما شما تشکر میکنیم. در مورد سیگنال میخواستم بگم که امکانش هست، در مورد سیگنال های شرکت ما، اونو با خود شرکت صحبت کنید، بچه ها به شما جواب میدن، راستش من صرفا مدیر عامل شرکتم، صرفا صاحب اون شرکتم، اونو اگه با خود شرکت تماس بگیرید بچه ها به سوالاتون جواب میدن، با خود بچه ها صحبت کنید ممنون میشم. بخش پارسی هم الان داریم، الان چند ماه هستش که بخش پارسی هم داریم، بچه ها در واقع دوستان، دوتا از دوستان هموطنی ایرانیمون هستن، میتونن به سوالاتتون جواب بدن اونجا. فیلم آقا محسن میشه فیلم رو برای من ایمیل کنید؟ آقا محسن فیلم رو من دسترسی ندارم، فیلم رو شرکت هات فارکس بهش دسترسی داره، چون ما اینو در واقع میفروشیم به شرکت هات فارکس در واقع این زمانمون رو، البته مخواه بود یک ساعت ولی خوالا زارن شده دو ساعت. شما این رو کانال تلگرامی هات فارکس هستش، باشون تماس بگیرید، حتما براتون میفرستن رو کانال تلگرامیشون هم، حتما وبینار هم این وبینار هم وبینار قبلی رو میذارن، آقا وحید عزیز، آقای رضای عزیز و دیگر دوستان که در مورد وبینارها پرسیدن. آقا محمدی که رو بحث فایده و سود گیر دادن معذرت خواهی کردم، من هم از شما معذرت میخوام، مشکلی نیستش، اتفاق پیش میاد. خیلی سپاس از شما، سپاس از همتون. کانال شما کانال نفس آخر هست، نفس آخر؟ نه ما چیزی به نام نفس آخر، ما هیچ کانال تلگرامی به نام نفس آخر نداریم.
نه ما کانال هم شرکت خودمون هست. من خودم شخصا هیچ کانال تلگرامی آیدی کانال آیدی تلگرامی کانال تلگرامی ندارم، واسه فرصت نمیکنم. ولی خب بچه‌ها رو شرکت هستن، رو هاتفارکس هستن، رو کانال هاتفارکس میتونه، کانال تلگرام هاتفارکس میتونن به سوالاتون جواب بدن. پیروز باشید و ماندگار. مرسی برای لطفتون. هر سوالی در مورد داشتید لطفا ایمیل بزنید. در مورد موضوعات هم اگر پیشنهادی دارید لطفا تا روز دوشنبه به ما خبر بدید که ما بتونیم موضوعات ماهاینده رو جمع‌بندی کنیم. گروه تلگرامی هات فارکس دار عزیز من. چرا گروه تلگرامی شما آیدی اینجا گروه کانال تلگرامشون هستش. گروه تلگرام نمیدونم دارن یا ندارن، ولی کانال دارن، شرکت هات فارکس کانال دارن. میتونید از طریق این آیدی به کانال مراجعه کنید یا باشون پیغام بدید، اونو از شرکت هات فارکس بپرسید، ممنون میشم. پیروز باشید و ماندگار. سپاس از بودن همتون و تا هفته آینده همتون رو میسپرم به وقت شناسی خودتون، حالا به خدایی که اعتقاد دارید، به دنیایی که اعتقاد دارید، یا به هر چیز دیگه. پیروز باشید و ماندگار و تا هفته آینده. یا حق.